شام و بین و نشان پرچم من نیست، این مظهر ایران من و خاک کهن نیست، این پرچم بین و نشان پرچم من نیست، این مظهر ایران من و خاک کهن نیست، بر روی تنش واژه بیگانه شده نقش، روح شرف میهن تبدیده من نیست، این پرچم ننگ است نگیرش به دو دستت، بر خاک بیفکن که به جز ننگ وطن نیست، این پرچم بی‌نشان پرچم من نیست، این اثر ایران من خاک کهن نیست. درود بر شما بینندگان و شنوندگان محترم اسرائیل پارس تیوی، پریسا هستم. در مجموعه دیگری از برنامه های تابو با شما خواهیم بود، با دوست و همکار عزیزم آقای دانیل از آمریکا و مهمان ویژه امشب. درود بر شما آقای دانیل، خوب هستین؟ درود بر تو پریسا نازنین، متشکرم. من هم خوشحالم که دوباره این فرصت رو داشتم که در خدمت تو دوست عزیز و بینندگان و شنوندگان اسرائیل پارس تیوی باشم. سپاس از همه زحمات شما و مدیریتی که روی این برنامه دارید و امروز مهمان ویژه‌ای داریم در برنامه اسرائیل پارس تیوی که خب شما معرفی کنید. حتما پریسای عزیز، برنامه امروز رو در خدمت سرکار خانم ویکتوریا آزاد هستیم و من ترجیح میدم به جای اینکه من ایشون رو معرفی کنم، معرفی رو از زبان خودشون و با صدای زیبای خودشون داشته باشم. به به، درود بر خانم ویکتوریا آزاد، حال شما خوبه و خوشحالیم که در برنامه اسرائیل پارس تیوی میزبان شما هستیم. درود فراوان خدمت شما عزیزان، سپاسگزارم از اینکه از من دعوت کردید، بسیار بسیار خوشحال هستم که در خدمتتون هستم، ممنونم. بخواهی خودم معرفی بکنم با کمال میل، البته توی سایت من victoriaazad.com بیوگرافی من در اونجا مختصری هست. شرح زندگی من یک شاید بگم دو سه کتاب هست که حالا یه 300 صفحهشو نوشتم، ولی همچنین این کتاب اونجا مونده و داره خاک میکنشون وقت نمیکنم. انشالله بعد از آزادی ایران بتونیم به این امر مهم بپردازیم که به هر حال یه بخشی از تاریخ ایران برای جوانا مشخص بشه. ولی به هر حال من زاده کنگاور، شهری در نزدیکی کرمانشاه هستم و تا حدود 6 سالگی در کرمانشاه زندگی میکردم که بعد از اون در تهران بودم و وقت ایران رو ترک کردم در سن 22 سالگی، در که از تهران در واقع ایران رو مجبور شدم از طریق مرز ترک بکنم. تقریبا میتونم بگم از سنین کم، یعنی حدودا 12 سالم بود که من وارد مسائل سیاسی شدم به دلایل مختلف، پیوند خورد زندگی من با مسائل سیاسی. نابهنگام اومدم و به پدر مادرم که بسیار آدم های لیبرال و میتونم بگم امروزی به اصطلاح خیلی مدرنی بودن، گفتم که من تصمیم گرفتم که اسلامی بشم، یک مسلمان دو آتیشه که دیگه رفت پای میز دکتر شریعتی و بعد در هسته های مخفی که در اون زمان طرفداران آقای خمینی، نمیدونم واقعا اسمش چی باید بذارم که لیاقتش باشه، ولی به هر حال در اون زمان من در اون هسته های مخفی بودم، هسته دانشجویی بود، به اصطلاح استاد ما در اون زمان خانومی بود به نام مریم بهروزی که بعدها از نمایندگان مجلس بود چند دهه و چند سال و بعدن هم چند سال پیش از سرطان سینه مثل که فوت کردن. برای فرد تعالیمون بودم، تو خانواده خیلی با من مخالفت میشد ولی من کماکان ادامه دادم و با اونها بودم. خب در مکتب اونها اونچه رو که ما میآموختن تدارک انقلاب در واقع خیلی جبهه کفار و شر بود و از جبهه کفار و شر
همان نظام افتخارآفرین پهلوی بود و بسیار پدرم و مادرم با من صحبت میکردن که من از اون فاصله بگیرم. در این حال به هر حال شرایط زندگی به گونه‌ای شد که من با برخی نیروهای چپ 2 سال قبل از انقلاب آشنا شدم و در اون موقع بودن 15 سال داشتم و طرفدار چریکهای فداری خلق شدم و نابهنگام پدر مادرم مواجه شدم با یک تغییر جدی در مسیر سیاسی من که منجر شد که وقتی که انقلاب 57 صورت گرفت بودن 17 سال داشتم من در جبهه در واقع چپ ها و کمونیست ها باشم. ولی یادمه که هرگز به اصطلاح دیدار خمینی وقتی وارد ایران شد نرفتم، هرگز به جمهوری اسلامی رأی ندادم و بالعکس از همون روز اول اسپری به دست روی در و دیوار مرگ بر خمینی رو نوشتم و آذین بند محلات مختلف تهران کردم. اعلامیه‌ای رو که پخش میکردم اعلامیه بسیار تندی بود و علیه رژیم بود و اینها منجر به این شد که برای من بارها تحت تعقیب باشم. بعد از اون یادم که رفتم تقاضای کار دادم در کارخانه شیمکو فارما در 21 کیلومتر جاده غنی کرج. بعد از اینکه دیپلمم رو گرفتم با معدل بسیار عالی، در اونجا من استخدام می‌خواستم بشم و می‌خواستم برم بخش کارگری و تفلک این رئیس کارخانه آقای صادق اصرار داشت که من برم در بخش کارمندی و میگو خانم آزاد در شأن شما نیست دارید در بخش کارگری. ولی از اونجا که ما کمونیست شده بودیم و فکر می‌کردیم باید بریم تو کارگر رو کار بکنیم و علیه جمهوری اسلامی به اصطلاح مبارزه بکنیم، اصرار ابراهیم که من علاقه دارم اپراتور دستگاه بشم و اتفاقا من اپراتور دستگاه آلمانی کردن که تولید دارو بود و بسیار تجربه جالبی بود. در اونجا یادم که با اکثریت آرای کارگران من بازرس تعاونی شدم و شروع کردم تمام کلی پرونده کارخونه رو زیر رو کردم ببینم که چرا کارگرها در واقع توزیع کالا از سهم کافی و لازم برخوردار نمیشن و تونستم اونجا تحول خیلی بزرگی به وجود بیارم. ولی انجمن حجت که در اونجا چادر زده بود و متاسفانه بسیار ما رو تحت نظر داشتن و خب کاری کردن که ما مجبور شدیم که اصلا از اونجا فراری بشیم و بعدم تو لیست اعدامی ها بودم که مجبور شدم 1 سال در کشور خودم مخفی زندگی بکنم و بعد از دوران مخفی لو رفت جایی که زندگی میکردم. شخصی پیدا شد که از دوستان قدیمی من بود، دکتر آزمایشگاه بودن در منطقه آستارا و اونها بر حسب اتفاق منو در حالی که در چادر مشکی خودم رو پوشونده بودم و مخفی بودم در تهران بر حسب اتفاق توی خیابون ملاقات کردن و بعد من کمک کردن و اصرار داشتن که در واقع من از کشور خارج بشم، زمین که تشکیلات هم گفتم که بعد از ایران خارج بشم ولی من اصرار داشتم که نمیخوام خارج بشم ولی اونها به هر حال منو خارج کردم و من به باکو رفتم و از اونجا دیگه بقیه ماجرا چند سال اونجا کردم و بعدم به سوئد اومدم. خب در سویدم تحصیلاتی که داشتم به هر حال با وجود دو تا بچه در باکو هم تحصیلات داشتم، البته اون آزمایشگاه خوندم، ولی وقتی که به سوید اومدم سویدی ها سیستمشون کاملا فرق کرد. با اینکه معدلم بالا بود ولی چون دو تا بچه رو خرج زندگی اینها ترجیح دادم که رشته نرسینگ رو انتخاب کنم که نزدیکترین بود رشته تحصیلی من و فکر می‌کردم که خب خیلی سریع‌تر می‌تونم این رشته رو تموم بکنم، ضمن اینکه خب واقعا علاقه داشتم به موضوعاتی که در اصطلاح رشته نرسینگ در سوئد تدریس می‌شد و شروع کردم در دانشگاه گوتنبرگ نرسینگ می‌خوندم، بعد فوق لیسانس هم گرفتم، بعد رفتم مدیریت خوندم، سالها به عنوان نرس در سوئد کار کردم، بعد از اون مسئول پروژه های مختلف از طرف وزارت بهداری بودم، بعد از اون چندین سال در پست ریاست در حوزه بیمارستانی و خدمات درمانی بودم، بعد استاد دانشگاه بودم که به اصطلاح مدیریت بیمارستانی رو تدریس میکردم و الانم رئیس یک بخشی هستم در یک شرکت خصوصی که تولید خدمات درمانی و بیمارستانی بودم. بسیار عالی، بسیار عالی ویکتوریا عزیز. زندگی پر از فراز و نشیبی داشتی و از یک اسلامگرا تبدیل شدن به یک مبارز چپ و بعد دوباره برگشتن به سیستم پادشاهی و پادشاهی خواهی فکر میکنم تغییر و تحول بسیار بزرگی هست. من اینجا فقط یه چیز اصلاح کنم، من هرگز نگفتم که
من پادشاهی خواهستم. هرگز اینو من نگفتم. در هیچ کدوم از مصاحبا و مقالات من چنین چیز رو پیدا نمی کنید. من همواره گفتم پارلمانتاریست هستم و پارلمانتاریست به این معنا هستش که من میگم تمام قدرت باید پارلمان داده بشه، قوای سه قوا باید تفکیک بشه و ساختار نظام سکولار دموکراتیک باشه. اگر پادشاهی باشه من مشکلی باش ندارم، هیچ وقت اپوزیسیونش نخواهم بود، بشه پادشاهی مشروطه باشه. اگر هم جمهوری باشه باز سامانه جمهوری هم من باش مشکلی ندارم و اون چرا که مورد تایید مردم ایران باشه طبیعتا ما باید بهش احترام بذاریم و التزام قائل باشیم. بله حتما، حالا به این نکته بیشتر راجع به صحبت میکنیم توی بقیه صحبتمون. من سوالاتم رو شروع میکنم چون میدونم راجع به زندگی تو و برنامه هایی که داشتی توی فضای مجازی اطلاعات زیادی هست، توی وبسایت خودت هم هست و مردم میتونن اونجا ببینن. بیشتر الان میخوایم راجع به کارهایی که الان داری انجام میدی و فعالیت های زمان حاضر صحبت کنیم. خب اولین سوالم رو با این شروع میکنم که یک شبکه یا یک تشکل به اسم ایران یاران شما تشکیل دادید. راجع به ایران یاران به من بگید که چی هست؟ بله، ببینید حدود 3 ماه پیش من 10 حزب به اصطلاح قومی ایران تصمیم گرفتن که اعلام مواضع بکنن و یک فراخوان به اصطلاح جامعه رو ارائه دادن. در فراخوان خودشون موارد رو اشاره کرده بودن که خب جالب بود، میتونست مورد اتفاق همه قرار بگیره، ولی مواردی هم بود که برای من بسیار مشکل ایجاد کرد و فکر کردم که این خب خیلی میتونه در نهایت ضرباتی هم به خودمون ها بزنه هم به سایر نیروهایی که دنبال یک ائتلاف کلان هستن. لذا مقاله نوشتم و از اونها انتقاد کردم. یکی در مورد مسئله تمامیت ارضی ایران بود که از اونها انتقادم در واقع این بود که چرا الزام تمامیت ارضی ایران رو در متن فراخوان خودشون وارد نکردن. دوم یک پارچگی ملی ایران بود که اون رو هم مورد نقد قرار دادن که چرا یک پارچگی ملی ایران رو در نظر نمیگیرن، چرا در نظر نمیگیرن که ایران فقط شامل در واقع اون قسمت هایی که مربوط به چند قومی که به هر حال سال هاست دارن با هم کار میکنن نیست، بلکه ما با یک ایران کاملا متکثر و وسیع و بزرگ مواجه هستیم، یک ایران بزرگ که در اون چیره ها و به اصطلاح زبان های مختلفی وجود داره. و مسئله سوم این بودش که چرا شرط حداکثری مبنی بر جمهوری فدراتیو گذاشتن و توجه نمی کنن که جمهوری فدراتیو به اصطلاح طرفدارانی داره ولی مخالفین زیادی هم داره. بنابراین در این مقطع که ما میخواییم از شرط جمهوری اسلامی خلاص بشیم، گذاشتن شرط جمهوری فدراتیو میتونه ضربه بزنه به پیکر اتحاد ملی ما. بلیزا در پایانش نوشتم که من فقط نمیخوام به قول معروف ایراد بگیرم و با یک روی کرده فقط منتقد و انتقادگرایانه بخوام با شما برخورد کنم، بلکه یک پیماننامه رو تنظیم کردم که خدمتتون ارائه میدم، راجبش فکر کنید، شاید بتونیم سر این پیماننامه یک وفاق ایجاد بکنیم. بعد از اون دیدم بازخورداش خیلی خوب بود، حتی میزان لایک هایی که گرفته بود توی کیهان لندن خیلی عالی بود، توی جاهایی که مختلفی که پخش شده بود خیلی ها با من تماس گرفتن، اظهار نظر کردن، حتی برخی گفتن که روی این نظریتون خوبه که کار بکنید. و بعد من این پیمان‌نامه رو با شاهزاده در میون گذاشتم، ایشون نشون دادم، از ایشون خواستم که اگر ممکن هست غلط دیده بکنم ببینن که اشکالات پیمان‌نامه کجا هست. برخی ایرادها رو گرفتن، اصلاح کردم و بعد گفتم که خب من میرم و روی این به اصطلاح اصل کار میکنم که ببینم که میتونم این وحدت بین نیروهای مختلف رو ایجاد بکنم یا نه. این بود که رفتم با افراد مختلفی از که نمایندگی جریانات مختلفی رو داشتن تماس گرفتم و از اونا خواستم که بیان و بتونیم با هم توی شبکه‌ای، حالا اون موقع هنوز اسمش ایران یاران نبود، حول محور تفاهم‌نامه با هم کار کنیم، که چند جریان جواب مثبت دادن، از جمله آقای حسین بول که کنگره ملیت‌های فدرال رو نمایندگی میکنه، آقای محمد رضا حیدری که از کمپین سفارت سبز و از دیپلمات های مستعفی هستن جواب دادن، آقای منصور استانلو که از جنبش کارگری و تشکل انقلاب دموکراتیک و ملی هستن،
خدمتتون عرض کنم آقای تهرانی از شورای هماهنگی رسانه‌های مردمی مبارز بودن، آقای سعید شمیرانی از جنبش فداییان بودن. مجلس مجموع جمع خوبی شد، آقای امیر فرشاد ابراهیمی بعد خدمتتون عرض کنم، تعدادی که به هر حال آقای کمپین ما در درون مرز جانم، آقای امید مهر، آقای حیدری، کشیش رسول حیدری، دقیقاً کشیش رسول زم، علی جوانمردی، بله بودن. و این دوستان خوب همه موافقت کردن، اومدن توی شبکه ایران یاران و قرار شدش که با هم رو مباحث کار بکنیم. در نتیجه ما چون برای خودمون دو عرصه تعریف کرده بودیم، یک عرصه جمع‌آوری شبکه سازی و جمع‌آوری نیروهای به اصطلاح درون مرز بیشتر از هر چیز به اصطلاح در فضای مجازی و فضای واقعی مبارزه و کف خیابون بود، و عرصه دوم به عنوان یک هیئت میانجی به اصطلاح رفتن به سمت همه نیروهای سیاسی مختلف برای باز کردن یک دیالوگ و تفاهم سالم و به اصطلاح مبتنی بر یک گفتگوی به اصطلاح برابر با احترام به تمام جریاناتی که اونها بهش تعلق دارن و پایا پای. و این در راستای همون متن تفاهم‌نامه است که اگر امکان داشته باشه بعدا پتیشنشو بذاریم رو صفحه که ببینن مردم که در تفاهم‌نامه ما چه چیزی رو گفتیم و ما خلاف اون عمل نکردیم. بعد خدمتتون عرض کنم که با جریانات مختلف، حالا من همتون در گفتگو بودم، یکی از اون جریان‌ها جبهه دموکراتیک ایران در داخل کشور بود به اصطلاح رهبری آقای طبرزدی، یا دبیر اولشون آقای طبرزدی هستن، و خواستیم که به اصطلاح گفتگو داشته باشیم. گفتگوها به این ترتیب بود که اونها هم تمایل داشتن که شاهزاده هم توی گفتگوها شرکت داشته باشن، و شاهزاده قرار بودش که من نظرت میخوام تو اینجا قطع میکنم، حتما به اون قسمتی که حالا راجع به آقای طبرزدی و برنامه‌ای که پیش اومد میرسیم. الان به صورت خاص میخوام که یک معرفی اجمالی داشته باشید نسبت به ایران یاران، اهداف و برنامه‌هاش و اون هسته مرکزی و اون شورای مرکزی ایران یاران. کاملا درسته. ببینید ما در واقع توی مجلس محتوای تفاهم‌نامه الان دقیقا میتونم بهتون همونطور که توضیح دادم که در دو عرصه کار قرار شد بکنیم، اهدافی رو که تعریف کردیم این بودش که میخوایم یه پل ارتباطی باشیم بین نیروهای سیاسی متخصص و جوانان داخل و خارج کشور، برای اینکه یک مرکز استقلال سیاسی ایجاد کنیم در قالب یک شورای اتحاد برای بزرگ از جمهوری اسلامی یا یک شورای وحدت مخالفین جمهوری اسلامی، که میخواییم که در واقع متشکل باشه از فعالین سیاسی مستقل که حالا میتونن نمایندگی جریان سیاسی خاصی رو داشته باشن، میتونن نداشته باشن، ولی به قائل به این باشن که ضرورت زمان رو درک کردن و برای برون رفت از شرایط کنونی حاضر هستن که از جان و موقعیت خودشون بگذرن و بیان در یک شورای وحدت مخالفین جمهوری اسلامی حضور داشته باشن، و در این حال باید مثلا از اون شناسنامه سیاسی و هویت سیاسی نیز برخوردار بشن. تلاش دیگه ما در جهت تقویت مبارزات مردم ایران هست که بتونیم بستری رو فراهم بکنیم که اونها با امید و با سرزندگی و با داشتن چشم‌اندازهای مثبت برای تغییرات مثبت در آینده ایران بیان در صحنه و نقش آفرینی بکنن و دست به اقدام مشترک بزنن، و این اقدام مشترک بتونه یک اتحاد میلیونی رو ایجاد بکنه. میثاق‌هایی که در تفاهم‌نامه آوردیم، یعنی میثاق‌های مشترک، در واقع اصول باورهای ما هستش، از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌هاش هست که گفتیم که ما بدون قید شرط اینها رو میپذیریم و خواستار نهادین قانون اساسی کشور در آینده هستیم. بعد اعتقادمون به این هستش که هر قوم و چیره‌ای که باشید ایرانی هستید، باید از حقوق مساوی برخوردار باشید و رنگ و نژاد و زبان و مذهب و قومیت و جنسیت و حتی گرایش جنسی
نباید هیچ تأثیری داشته باشه که کسی بر کسی دیگری امتیازی داشته باشه. اعلام به اصطلاح پشتیبانی کردیم از حقوق سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی اقوام ایرانی از هر تیر و تباری که باشن و گفتیم باید حق مدیریت‌های منطقه‌ای و تحقق مطالبات سیاسی اقتصادی و فرهنگی اجتماعی این مناطق در قالب یک نظام متکثر و موزاییک و مبتنی بر عدم تمرکز رعایت بشه و اجرا بشه. گفتیم باید زمینه‌های پیشرفت در این مناطق فراهم بشه، مخصوصا مناطقی که کاملا محروم موندن تو این مدت. اشاره کردیم به اینکه زبان فارسی یک زبان در واقع سراسری در سراسر کشور باید باشه و همه باید بتونن به زبان فارسی صحبت کنن، بخونن، بنویسن، تحصیل کنن. در این حال ما باید ارزش و احترام قائل باشیم برای گویش‌ها و زبان‌های مختلفی که در مناطق مختلف ایران هستش و اجازه بدیم که اون زبان‌ها بتونن در عرصه آموزش، در عرصه یادگیری برای فرزندانی که در به اصطلاح این مناطق زندگی می‌کنن، در این خانواده‌ها زندگی می‌کنن، فراهم باشه. اشاره داشتیم به اینکه باید حوزه، وقتی اشاره می‌کنیم که یک نظام غیر متمرکز باید داشته باشیم، حوزه اختیارات حکومت مرکزی تا کجاها میره و حوزه اختیارات واحدهای خودگردان به چه شکل باید باشه. و این من باز معذرت می‌خوام، یه سوالی که من دارم اینجا، این تعریفی که شما به صورت فارسی گفتید منظورتون فدرالیست و فدراتیو بودن نوع حکومت؟ نه، این به هیچ وجه فدرالیسم نیست. هنوز فدرالیسم یک در واقع نوع نظام اداری کشور هست که در اون شما واحدهای خودگردان ندارید، دولت‌های مشترک دارید. یعنی در هر منطقه یک دولت و یک پارلمان وجود داره که این دولت ها و پارلمان التزام میدن به دولت مرکزی، در این حال که با اون در همکاری هستن، یه جور از یه جور استقلال در واقع منطقه‌ای کامل هم برخوردار هستن. مدلی که ما در اینجا ارائه دادیم مدل یک حکومت غیر متمرکز یا شورایی است، همون مدلی که در سوئد داره اجرا میشه. ما در سوئد حکومت دولت مرکزی داریم و شوراهای تعامل اختیار که این شوراهای تعامل اختیار در مثلا در چندم استکهلم، گوتنبرگ، مالمو، اینها بودجه رو از مجلس میگیرن و خودشون تعیین میکنن که در منطقه شون این رو به چه شکل خرج بکنن، چیکار بکنن، صرف چه اموراتی بکنن. این شوراهای تعامل اختیار میتونه برای ایران هم یه مدل خوب باشه و ما رو بکشونه در واقع به این مسیر که بتونیم یک حکومتی رو بنا بکنیم که این حکومت درش توزیع قدرت سیاسی بر حسب مختصات جغرافیایی ایران و در بر اساس در واقع مختصات بافت مردمی ایران بتونه یک شکل نوینی از مدل‌های غیر متمرکز در جهان باشه. چون خیلی وقتا سوال می‌کنم مدل غیر متمرکز مثلا کجا؟ من میگم دانمارک، نروژ، سوئد. اینا اسکاندیناوی بهترین مدل برای حکومت‌های غیر متمرکز هستش. و لذا ما به این ترتیب میتونیم تمامیت ارضی کشورمون رو حفظ بکنیم، میتونیم انسجام ملیمون رو در یک در واقع رنگارنگی متحد حفظ بکنیم. بنابراین این مدلی که ما ارائه دادیم اساسا با اون مدل به اصطلاح فدرالیسم متفاوت هست. بسیار عمالی. حالا توی این صحبت های شما راجع به زبان فارسی هم بود که من میبینم خیلی هم داره سوال مطرح میشه که حتما این سوالات رو به موقع طی برنامه من از شما میپرسم. اشاره کردید که شما هیچ وقت خواهان حکومت پادشاهی نبودید و این رو گذاشتید به عهده مردم که حالا نو حکومت رو انتخاب کنند. جایگاه آقای رضای پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی در جریان ایرانگران چی هست؟ بله، ببینید جایگاه شاهزاده رضا پهلوی اصولاً باید یک جایگاه فراجناحی و فرا سازمانی و حزبی باشه و این چیزیست که من سالهاست براش مبارزه کردم، سالهاست در مقالاتم، در مصاحبه هام به اون مکرراً اشاره داشتم و ایشون هم در واقع برداشتن چنین جایگاهی پای فشردن.
و من امیدوار هستم که کماکان به همین ترتیب باشه و شاهزاده رضا پهلوی اون نقش فراسازمانی و فراجنایی خودش رو حفظ بکنه. اما تعریفی که من میتونم به شما ارائه بدم از جایگاه شاهزاده رضا پهلوی که خود ایشون با این تعریف کاملا به اصطلاح توافق دارن و این تعریف رو مورد تایید قرار دادن، این هست: ایشان به عنوان نماد آزادگی، سرمایه ملی، مروج اندیشه نافرمانی مدنی و مقاومت در مقابل فرقه تبهکار حاکم در ایران و تعهد به برقراری و تحکیم همبستگی ملی در صورت به مخاطر افتادن شیرازه اجتماعی سرزمین ما، در راستای رسالت وی که همانا کمک به تحقق دموکراسی و سکولاریسم در ایران و صیانت از حقوق مردمان ایران است، وحدت شورایی آلترناتیو گذار را مورد پشتیبانی قرار می‌دهند و حمایت وسیع مردم ایران را از این اتحاد خواستار می‌شوند. این اون فرمولی است که برای شبکه ایران یاران ما انتخاب کرده بودیم، نوشته بودیم از ابتدا و ایشون هم مورد تایید قرار داده بودند. شبکه ایران یاران را به هیچ وجه شاهزاده رضا پهلوی تشکیل ندادند، بنده تشکیل دادم، بنده مؤسسش هستم و ایشون رو من سورپرایز کردم و وقتی که خبرش رو بهشون دادم. اما راجع به محتوا و تولید این محتوا، بله، با ایشون مشورت کردم، به ایشون گفتم، ایدم رو توضیح دادم، عقایدم رو توضیح دادم. من و شاهزاده به راستی عقایدمون، یعنی خیلی وقت دوستان میگن که تو حرف میزنی آدم فکر میکنه ایشون صحبت میکنه یا بالعکس، با هم مشکل چلنج فکری دیگه نداریم، چون چالش فکریمون رو کردیم. 15 سال ما داریم با هم چالش فکری میکنیم و در این چالش های فکری ما خیلی یگانه شدیم در نوع نظرمون و نوع رویکردمون به مسائل. چیزی که ما فقط از شاهزاده رضا پهلوی به نظرم گروه های سیاسی باید بخوایم این هست که ایشون بیان در جلسات، برای مثال به عنوان یک شخص ناظر و یک شخص راهنما و یک حامی دلسوز حضور داشته باشن گاهن و راهکار ارائه بدن، کمک بکنن که بحثا در مسیر در واقع دوستی و رفاق پیش بره، همون نقشی که در برای مثال اون گفتگوهایی که ما داشتیم ایفا کردن و ایشون این نقش رو خیلی خوب بلده و خیلی خیلی خوب اجرا میکنه. واقعا ایشون در اجرای این نقش بی نظیره، به نظر من بی بدیله و متاسفانه بعضی از عناصر فعال در گروه های سیاسی نمیخوان این رول ایشون رو بپذیرن و اصرار دارن که ایشون هم یکی از اعضای تیم باشه، در حالی که این اصلا کاملا ناسعی هستش. خب ویکتور عزیز، اشاره کردی به نقشی که برای شاهزاده رضا پهلوی قائل هستید و خواهان این هستید که به عنوان ناظر و به عنوان، حالا نمیدونم واژه، هدایتگر یا اصلاحگر در برنامه ها شرکت داشته باشن ولی خودشون عملا در میدان حاضر نباشن. خب من لیست تو رو که نگاه میکنم، مثلا آقای سعید شمرانی رو میبینم که ایشون اصلا یه پروژه تعریف میکنه، گذر از شاهزاده رضا پهلوی. یکی از کسای دیگر رو که میبینم که جالب بوده، یه زمانی با شما بوده، ناصر پولی ممقانی هست. ایشون با ما نبودن، ببخشید، ایشون پتیشن رو امضا کرده بودن و خیلی ها 557 نفر امضا کردن که ایشون ایشون بوده. ایشون هرگز توی شورای راهبردی حضور نداشتن، اصلا ما همکاری با ایشون نداشتیم. پس خب مثلا سعید شمیرانی رو شما وقتی، خدا آقای شمیرانی قائل به این هست که ما اصلا باید شاهزاده رو گذر کنیم و الان ما گذشتیم از شاهزاده، بعد در حالی که محوریت رو شما دارید میدید به شاهزاده و جز شورای مرکزی تونم سعید شمرانی هست و کسان دیگه هم هستن که حالا مورد به مورد راجبشون صحبت، اینا رو چطور توجیه میکنید؟ اولا آقای سعید شمرانی، آقای محمد رضا حیدری، آقای تهرانی، آقای اوسانلو، اینا خروج کردن از شورای راهبردی به دلیل اینکه با برخی مسائل توافق نداشتن و به اصطلاح ترجیح دادن که فعلا برن و به اصطلاح تو جریان خودشون فعال باشن، بنابراین اونا الان نیستن. اما چگونه شد که آمدن؟ تا اونجا که یادمه آقای شمیرانی با این
مضمونی که در ارتباط با شاهزاده رضا پهلوی من الان خدمت ارائه دادم هیچگونه مخالفتی نداشتن. ایشون معتقدن که شاهزاده پدر معنوی این جنبشه، شاهزاده باید فرا جناحی و فرا حزبی عمل بکنه، اینو بارها هم تو شورا گفتن و مخالفتی با این مضمون نداشتن. مشکلاتی که پیش آمد بعد از مذاکره با و جلسه که با آقای تبرزنی داشتیم پیش آمد و علت این که دوستان خروش کردن مشکلاتی است که حول و حوش اون مسئله پیش آمده بود. بله بسیار عمالی. خب راجع به جایگاه آقای شاهزاده رضا پهلوی صحبت کردیم. سوال دومی رو من از تو می‌پرسم ویکتوریا عزیز که بعد سوال اصلی رو بعد از اون خواهیم داشت. چه جایگاهی در بین نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی برای آقای حشمت الله تبرزدی قائل هستید شما؟ ببینید ما از اونجا که خودمون رو ببینید خیلی مهمه که به مضمون تفاهم‌نامه دوستان عزیزم هموطنان عزیزم توجه بکنید. ما گفتیم ما می‌خوایم یه گروه میانجی باشیم و گروه‌های مختلف سیاسی که تا حالا با هم نتونستن یک خط یه توافق یه تفاهم رو ایجاد بکنن و نمیتونن کلیه نیروهای سیاسی مختلف رو در کنار هم داشته باشن، حالا به هر دلیلی، و هر کدومشون در نوع خودشون ارزش‌هایی رو دارن، حقایقی رو میگن، به دستاوردهایی دست پیدا کردن، میخوایم اینا رو بیاریم در یک قالبی. این شبکه ایران یاران در واقع اینجا مثل یک دست سومی میخواد بیاد، دست غیبی از در واقع بیرون میخواد بیاد و اینها رو بتونه کنار هم قرار بده. اگر ما با آقای تبرزدی هم صحبت کردیم میخواد بیدیم که شون یه جریانی داره اسمش جبهه دموکراتیک به اصطلاح ایران هستش و این جبهه دموکراتیک هم یکی از اون جریاناتی بوده که ما تو لیستمون داشتیم که قرار بوده باش صحبت بکنیم. مثلا ما حزب سکولار دموکرات آقای نوری علا رو داریم تو لیستمون، ما احزاب قومی رو داریم تو لیستمون، ما حزب مشروطه ایران رو داریم تو لیستمون، نهاد مردمی رو داریم. حتی آقای نوری علا که رسماً اومدن و گفتن که من نه پیمان نامه رو امضا کردم و نه وارد شدم. کی گفتن ببخشید؟ آقای نوری علا رسماً توی یک برنامه تلویزیونی گفتن که برای من پیمان نامه فرستاده شد، من خوندم گفتم که این خیلی آبکیه و من این رو امضا نخواهم کرد. بله اینو شنیدم، درسته. خب میگم دیگه اونها به این شکل برخورد کردن. احزاب قومی هنوز منتظرن، این تصمیم نگرفتن. بعد حزب مشروطه ایران ترجیحاً فعلا ابراز تمایلی نکرده. نهاد مردمی متاسفانه ایشون هم آقای ایمان فروتن اعلام کردن که خودشون در ارتباط با یک جریان آقای نصر اصفهانی و اینها هستن و با اونها دارن کار میکنن. خب اپوزیسیون ما تا حالا اینجوری تنها جریانی که میشه با فیدبک خوب نشون داد و تمایل پیدا کرد به این که بخواد گفتگو بکنه و از قبل هم خودشون اصرار بر گفتگو داشتن و خودشون یعنی در واقع باب این مسئله رو باز کردن و بسیار آقای تبرزدی من اصرار داشتن که این گفتگو با حضور شاهزاده انجام بشه، همین جبهه دموکراتیک آقای تبرزدی در داخل کشور بود. حالا این که چقدر در بدنه جامعه این جریانات نفوذ دارن، من خدمت شما عرض بکنم هیچ یک از جریانات اپوزیسیونال ایران در بدنه ایران نفوذ ندارن. متاسفم که این خبر رو باید بدم، ولی واقعیت اینه که همه، حتی این شبکه ایران یاران نوپا، حتی اون فرشگرد و حتی قغنوز، حتی نمیدونم تمام جریانات که الان هستن، هیچ کدوم نفوذشون به اندازه انگوش کوچیکه شاهزاده رضا پهلوی نمیشه. این یک واقعیت محضه. یا این واقعیت محض رو ما قدرتش رو داریم که ببینیم و بر اساس این واقعیت تصمیم گیری بکنیم، یا اینکه میخوایم کماکان لجبازی بکنیم و بگیم که ایشون هم مثل ماست. خب اون وقت ببینید در این توهم، انشالله که خدا خیرتون بده، ولی
واقعیت اینه که خیلی نخواهند دید از اینکه بخوان در این توهم بمونن که خودشون به تنهایی میتونن بسر ختام این داستان باشن. من جواب سوالم رو نگرفتم ویکتوری عزیز. دقیقا جایگاه آقای حشمت الله تبرزدی رو در بین اپوزیسیون کجا می و چقدر بهش کردیت میدید و فکر میکنید چقدر میتونه طرفدار داشته باشه؟ من مثل که الان اعلام کردم دیگه، گفتم که ندارن در آقای تبرزدی شخصا و جبهشون در بدنه ایران، مردم ایران و در مثلا بین مردم داخل ایران. بله؟ بین مردم داخل ایران اون جایگاه و اون نه، فقط یه سری مخاطبین بسیار محدود هست. برای مثال ایشون فراخوان دادن که مردم بیاین تظاهرات کنین بر علیه ایرانی، بر علیه ظلم و بیداد. خب دیدیم دیگه 3-4 نفر رفتن تو خیابون و یه گوشه وایستادن، یک به اصطلاح شعار دستشون گرفتن و کسی هم نگاه نمی کرد و خودشون هم با دو نفر از دوستاشون اونجا عکس گرفتن فرستادن. حوزه نفوذ ایشون اینقدر بود. بسیار عالی. خب با توجه به فراخوانی که آقای حشمت الله تبرزدی داد و من هم با تو موافقم و اتفاق خاصی نیفتاد، من چند نفر رو دیدم که با ایشون عکس گرفتن، البته ایشون مدعی بودن که بیشتر از این تعداد بودن ولی نتونستن بیان به خاطر حالا مسائلی که بوده، ولی به هر حال نهایتا میتونیم بگیم 20 نفر 30 نفر بیشتر از این فراخوان استقبال نکردن و نیومدن. من هم با تو در این زمینه موافقم و از اون طرف هم با تو موافقم که در واقع بیشترین وزن سیاسی رو در بین اپوزیسیون در حال حاضر ایران شاهزاده رضا پهلوی داره. کاملا با تو موافقم. خب اشاره کردی به نقش ایران یاران برای به عنوان یک پل ارتباطی بین جریان‌ها و گروه‌های مختلف اپوزیسیون. ویکتوری عزیز، شاهزاده رضا پهلوی به قول خودتو بیشترین وزن سیاسی رو داره و از اون طرف حشمت الله تبرزدی هیچ وزن سیاسی نداره. ایران یاران چرا خواست این پل ارتباطی باشه بین یک اینطور وزن سنگینی و یه اینطور چیز بی‌وزنی؟ اصلا ما نخواستیم که پلی باشیم بین شاهزاده و آقای تبرزدی. این اون رویکردی است که آقای تبرزدی متاسفانه با توهم بسیار ارائه دادن. ایران یاران طرف آقای تبرزدی. ما در واقع این جلسه رو برگزار کردیم. شاهزادم اگر اومد مثل همیشه که تو تمام این سالا اومده، آخه شاهزاده اولین بار نیست که میان به این جلسه، شاهزادم اگر اومدن برای این بودش که میخواستن رفع ابهام بکنن از دو مقوله، یکی مسئله رفراندوم، یکی وظایف مجلس مؤسسان و نحوه کارکردمون برای رسیدن به یک رفراندوم آزاد در آینده نزدیک. این تنها کارکردی بود که قرار بود شاهزاده داشته باشن و ایشون کارکرد خودشون به نحو احسن هم انجام دادن. اومدن و حتی شاهزاده وقتی دیدن که خب همه اصرار دارن به اینکه ایشون بیان یک نقشی هم در این حال به عنوان هماهنگ کننده ایفا بکنن، پیشنهاد بنده این بودش که بذارید که این کار دو مرحله‌ای باشه. در مرحله اول اگر ما تونستیم همه در واقع نیروهای استخوندار و خوب سیاسی رو به گرد یک میز بنشانیم و با هم دیگه به یک توافقی برسیم، به تفاهمی برسیم و بتونیم اعلام بکنیم به جرأت که ما دیگه هستیم، فردا زیرش نمیزنیم، ما این بازی رو به هم نمیزنیم، خب اون وقت در اون مرحله نهایی اگر شاهزاده دیدن که جریان قابل توجهی که میتونه واقعا برای آینده ایران مفید باشه و ایران رو از این وضعیت آشمز در بیاره و بتونه یک آلترناتیو بدیل و یک شورای انتقالی خوبی باشه، اگر تشخیصشون این بود که چنین جریانی شکل میگیره، شکل گرفته، در نهایت مثلا ایشون میتونن اصلا رئیس سمبولی که چنین شورایی باشن و به اون شورا رسمیت ببخشن. اما فل بداهه وقتی ما هیچی نیستیم، شاهزاده برای چی باید بیاد اعتبار خودش رو در گروه جریانات سیاسی که هنوز نه به داره نه به باره بذاره؟ اینه که ما به هیچ عنوان شبکه ایران یاران طبق تفاهم نامه، سند تفاهم نامه، وظیفه خودش رو یک پل ارتباطی بین جریانات سیاسی مختلف اپوزیسیونال ایران تعریف کرده و بین مخالفین ایرانی تعریف کرده و از جمله
ببخشید مخالفین جمهوری اسلامی در که به از جمله مخالفین جمهوری اسلامی جبهه آقای طبرزدی بود که طبعا گفتگو با ایشون هم باید صورت بگیره، برای اینکه اونا هستن، سالها بودن، خیلی سالها آقای طبرزدی به خاطر همین جبهه و فعالیت تو زندان بوده، این یه واقعیتیه و سالها خود من برای آزادی ایشون کمپین ها را انداختم، کارها کردم، خودشون اینو خوب میدونن و حتما بعدا مصاحبه من رو میبینن، خیلی خوب میدونن که من برای آزادی ایشون چه قدم هایی برداشتم. من سالها با اعضای این جبهه دموکراتیک از جمله آقای اردشیر زارزاده در تماس بودم، سالهای خیلی زیاد، شاید بگم 18 سال 19 سال ما با هم در تماس بودیم و با هم جلسات داشتیم، منشورها نوشتیم، گفتگوها کردیم. شاهزاده اولین بار نبود تو جلسات ما اومده، سالها شاهزاده بارها تو این جلسات ما شرکت کرده و اصلا قرار نبوده که مثلا شاهزاده اگر تو این جلسه قرار شرکت میکنن حلقه مثلا اتصال، یعنی شبکه ایران یاران حلقه اتصال بین شاهزاده و جبهه دموکراتیک آقای طبرزدی باشه، به هیچ عنوان. اینو ما قشنگ خیلی مشخص گفتیم، فایلاش هم خوشبختانه خدا همه رو شده و پخش شده. خب حالا یه مطلب رو میگم ویکتور عزیز، هاست این برنامه شما بودید، میزبان شما بودید، یعنی توی برنامه. ولی چیز خیلی جالبی که وجود داشت، حالا هاست میزبان که شما بودید، نوع مدیریت، خب همونطور که میدونید فایل این جلسه بیرون اومده، نوع مدیریت به گونه بود که شاهزاده رضا پهلوی در یک موضع بسیار منفعل قرار گرفته بود و آقای طبرزدی داشت دقیقا از یه موضع بالای خط و مشی میداد و میخواست که مثلا این بشود آن بشود، این کارو بکنید اون کارو بکنید. این یه واقعیتی بود که توی فایل صوتی که اومده بوده، با این موافق بودی شما؟ به هیچ عنوان، برداشتتون اشتباهه، برای اینکه ببخشید خیلی روش میگم. نه نه خواهش میکنم، چون خیلی کسای دیگه هم بودن که گوش کردن و برداشتی که از اون فایل صوتی هست اتفاقا این هستش که شاهزاده مثل همیشه خردورزانه، عاقلانه و با حسن نیت صحبت کردن، مثل همیشه پیامشون پیام وحدت بود، مثل همیشه فراجنایی عمل کردن، مثل همیشه به باد سعی کردن که توصیه بکنن که چرا حلایی میتونه پاسخگو باشه و ما رو به سرمنزل مقصود برسونه، مثل همیشه از خودشون مایم گذاشتن که اگر درست عمل بکنید اینجوری اینجوری پیش برید، نهایتا من میتونم با حضور خودم در واقع به چنین شورای یک اعتبار ملی ببخشم. بنابراین من فکر میکنم که این برداشت شما اشتباست. اتفاقا آقای طبرزدی عقب نشینی های بسیار جدی کردن. آقای طبرزدی در ابتدای فایل صوتی اگر گوش کنید با این پیشنهاد اومدن که مثلا یک تیمی تشکیل بشه که این تیم متشکل از چند ستون باشه که یکی از اون ستون ها خودشون باشن، یکیشون بنده باشم، یکی شاهزاده باشه، یکیش آقای مقتدی باشه، یکیش آقای شریعت مداری باشه و غیره که نام بردن، خانم شیرین عبادی رو نام بردن، خانم نرگس ستوده رو نام بردن، نسرین ستوده رو نام بردن و گفتن یه همچین چیز مولا زم رو نام بردن به علی جوانمردی. بله مرسی. ولی شاهزاده اصلا یه همچین چیز رو نپذیرفتن. اتفاقا صحبت شاهزاده عاقبت کاملا مثبت‌تر کرد این نظریه رو که تیمی تشکیل بشه متشکل از ماها و دقیقا نظریه منم همین بود که ما دنبال این که یه تیمی که متشکل بشه از ماها فقط و ما فکر کنیم ما فصل و ختام این داستان هستیم نیست، ما دنبال یک ائتلاف وسیع‌تری هستیم و این ائتلاف باید خیلی متکثرتر هم باشه و نمایندگان بیشتری در اون حضور داشته باشن و شاهزاده اینو خیلی رک و شفاف گفتن که اگر بخوایم یک ائتلافی باشه که مقبول واقع بشه باید نمایندگان بیشتری از جناح‌های مختلف تون حضور داشته باشه و این نظریه شاهزاده بود که بخش پایانی و جمع‌بندی من رو در اونجا اگر گوش بکنید این نظریه شاهزاده بود که در واقع مقبول باشه. بله. خب ویکتوری عزیز، اونطوری که من احساس میکنم، حالا اگر
غیر از این هست لطفاً این رو خودت اصلاح کن. پس با توجه به صحبتهایی کردی تو از این کاری که کردی دفاع میکنی و احساس میکنی که کار خوبی بود. ببخشید این کار رو من شخصا نکردم. شبکه ایران یاران منظورم هست. پیشنهاد و اینها بوده ولی شبکه ایران یاران رسما تصمیم گرفت که این کار رو بکنه و ما با اتفاق نظر و با کل یعنی با حسن نیت و اتفاق نظر همگی این کار و اگه امروز آقای حشمت الله طبرزدی از حالا موضعی که گرفتن بر علیه شاهزاده رضا پهلوی اعلام کردن که ما یه دیکتاتور جدید نمیخوایم و یه اینطور صحبتهایی اگر عقب بکشن و حاضر باشن وارد دوباره عرصه مذاکره و همکاری بشن فکر میکنید که خوب هست که این همکاری اتفاق بیفته؟ آقای طبرزدی قرار نیست با شاهزاده اتحاد بکنن. آقای طبرزدی باید دنبال به اصطلاح همپاهای چی میگن همپایان خودشون در گروه سیاسی بگردن. البته من برای ایشون تعیین نمیکنم به هیچ عنوان جسارت نشه. من فقط دارم نظر خودم رو میگم. به نظر من همه ما گروه سیاسی باید دنبال ائتلاف با همپایان خودمون باشیم. همپایانی که میگم یعنی نیروهای سیاسی که احتمالاً ممکنه در آینده بخوان خودشون کاندید پستی بکنن، کاندید یک مقام سیاسی بکنن، نیروهایی که میخوان در عرصه سیاسی تصمیم گیرنده باشن، تعیین کننده باشن، در واقع نظر به کسب قدرت سیاسی دارن و البته باید چنین باشه. هیچ نیروی سیاسی در دنیا نیست که بیاد کار سیاسی بکنه ولی هیچ چشمانداز قدرت سیاسی رو مد نظر نداشته باشه. یک دروغه اصلا غیر از این باشه. اون نیرو سیاسی نیست. یکی روشنفکره که باید بره کار روشنفکریشو بکنه، کتابشو بنویسه. نیروی سیاسی اومده به میدان برای اینکه قدرت سیاسی به دست بگیره. اما این قدرت سیاسی برای چی میخواد که فرق ایجاد میکنه بین دولت مرد و دولت زن و انواع و اقسام اون؟ قدرت سیاسی برای خوشبختی مردم میخواد، برای بهزیستی مردم میخواد، برای رشد و توسعه کشور میخواد، یا برای کسب زر و زور و کسب مقام برای خودش میخواد؟ اونجاست که قدرت سیاسی معنی مفهوم پیدا میکنه. آقای طبرزدی، آقای نورعلا و همه عزیزان دیگری که جریانات سیاسی خودشون رو رهبری میکنن باید به دنبال ایجاد یک وفاق ملی بین تمام این لایه‌های مختلف که متشکل از جریانات مختلف هست باشن و ما دست اونها رو هم به گرمی میفرشادیم. فرقی نمی کنه از هر جریان سیاسی که باشه، اگر به دنبال ایجاد یه وفاق ملی هستن که این سنگ بزرگی رو که سر پا جلوی پامون قرار داره و اونم چیزی پدیده کثیف و مجرمی مثل جمهوری اسلامی هست، به نظر من نباید مطلب خشخاش گذاشت. سیاست عرصه آزمون و خطاست عزیزان. یه میگم یه سوزن به خودت بزن، یه جوالوز به مردم. شما فقط به زندگی خصوصی و شخصی خودتون نگاه کنید، ببینید چقدر اشتباه تا حالا کردید. اونی که میخواد ادعا کنه، به قول خدا بیامرز خواننده عزیزمون مرضیه، ادعا کنه که من هرگز هیچ اشتباهی نکردم، فکر میکنم اولی سنگ رو باید به خودش بزن. همه انسان ها در همه عرصه های زندگی میتونن اشتباه بکنن و سیاست اتفاقا عرصه است که عرصه آزمون و خطاست و امکان اشتباه کردن خیلی زیاد هستش. ولی انسان باید درس بگیره از اشتباهاتش و این اشتباهات رو مجددا تکرار نکنه. من معتقد به ظرفیت پذیری انسان ها و ترمیم پذیری اونها هستم و معتقد هستم که باید به انسان ها این امکان رو داد که خودشون رو ترمیم و اصلاح بکنن. یک نصیحتی رو همیشه مادرم به من میکرد، میگفت هیچ وقت انتقام نگیر و هیچ وقت کینه نورز و همیشه به انسان‌ها امکان ترمیم پذیری رو بده، چون انسان پدیده عجیبیه. شب میخوابه، خواب میبینه، صبح بلند میشه، منقلب میشه و کاملا متحول میشه و میبینی که همه ما در زندگی اینو تجربه کردیم. گروه‌های سیاسی هم مستثنا نیستن از این قاعده. اونها هم اشتباه میکنن، میتونن اشتباهات خودشونو تصحیح بکنن و دوباره به مسیر درست برگردن. ما کماکان در شبکه ایران یاران پیاممون و عمل کردمون در جهت اتحاد حداکثری برای نجات ملت ایران از بلا
نقش شاهزاده رضا پهلوی رو کماکان ما التزام میدیم بهش به عنوان یک نماد ملی، به عنوان یک سرمایه ملی که میتونه در بزنگاهی که در انتظار ماست، در پیچ صعبی که در انتظار ماست، اون نقشی رو ایفا کنه که هیچ بدیل دیگری براش وجود نداره. ایشان یک نقش بی‌بدیل داره و این نقش بی‌بدیل رو باید ایفا بکنه و اعتقاد من ایشون رو ایفا خواهد. خب من هم با تو کاملا متفق و رأی هستم و باور دارم که ایشون یک سرمایه سیاسی هستن برای تمام اپوزیسیون ها و جریان های موثر در ایران. سوالی که من از تو دارم ویکتوری عزیز، با توجه که به این نکته که هر دوی ما باور داریم که شاهزاده یک سرمایه هست برای نیروهای اپوزیسیون که باید به شدت در حفظ و حراست از این سرمایه کوشا باشن، خب مسلما من این رو معتقدم که تو هم این باور رو داری و تمام تلاشت رو در این راسته انجام میدی. سوال من این است که حشمت الله طبرزدی میاد و در یک برنامه، توی یک برنامه اسکایپ با شما صحبت میکنه، برنامه با شاهزاده رضای پهلوی صحبت میکنه در مورد براندازی، در مورد رسیدن به ائتلاف در جهت براندازی و خیلی هم راحت جمهوری اسلامی هم این رو میشنوه، صداش هم در نمیاد. من به شخص دو تا نتیجه میگیرم، یا اینکه حشمت الله طبرزدی تبدیل شده به آنچنان نیروی تاثیرگذاری که جمهوری اسلامی نگران اگر بهش دست بزنه ایران به هم بریزه، که با توجه به صحبت ابتدایی تو این قضیه نمیتونه درست باشه، و یا اینکه حشمت الله طبرزدی داره در راستای سیاست‌های جمهوری اسلامی کار میکنه. چرا سرمایه‌ای رو که اینقدر ما باید همه حفظش کنیم، نگهش داریم رو وارد این بازی کردید؟ این سوال من نیست، سوالیه که دارم برای تو میخونم. اولا که این دوست عزیز و هموطن گرامی ما داره غیر مستقیم به شاهزاده رضا پهلوی توهین میکنه، به دلیلی که شاهزاده رضا پهلوی یک فرد بالغ و عاقل هستن و خودشون برای خودشون تصمیم میگیرن. هیچ فردی و هیچ شخصی رو من سراغ ندارم در این 15 سالی که همگام با شاهزاده من عمل که عمل سیاسی شکل گرفته تونسته باشه برای شاهزاده رضا پهلوی ارائه طریق بکنه. شاهزاده رضا پهلوی با همه مشورت میکنن، از جمله باوندم این رابطه بوده همیشه و ما همیشه از محضرشون واقعا یاد گرفتیم، آموزش دیدیم و رو هم تأثیر گذاشتیم. اما هرگز و هرگز ندیدم که کسی بتونه به شاهزاده رضا پهلوی حرف رغده بکنه و یا برایشون اصلا تصمیم بگیره. حتی زبردستی ها و توانمندی های ویژه ایشون دارن، اگر یک نظریه، یک جمله، یک حرفی هم گفته میشه، ایشون اینا قشنگ میبرن اینو فرموله میکنن و در یک قالب قشنگتری ارائه میدن که برای خود من بارها اتفاق افتاده و گفتم واو مثلا چه از زیباتر اینو ارائه دادن. اینه که ایشون کلن انسان خلاقی هستن و خودشون صاحب نظر هستن، صاحب به اصطلاح حوزه تاثیرگذاری هستن، صاحب یک موقعیت کاملا مستقل هستن. هیچ کسی ایشون رو مجبور نکرده. من به ایشون گفتم چنین جلسه هست، این دوستان تقاضا دادن که شما هم حضور داشته باشین، ما هم یه همچین مشکلی داریم که سر مسئله بر واقع برداشت از تقدم و تأخر رفراندوم و مثلا مجلس مؤسسان با هم اختلاف نظر داریم. خب من میام این مسئله رو براتون حل میکنم. که یه جلسه گفتم ازشون سوال میکنم، من روزشو به شما ابلاغ میکنم. سوال کردم، روزشو ابلاغ کردم، ایشون هم با کمالی به شرکت کردم. نه کسی مجبورشون کرده، نه کسی براشون تعیین کرده. چه کسی جرأت میکنه برای شاهزاده رضا پهلوی تعیین بکنه که شما باید توی جلسه شرکت بکنید؟ چه کسی واقعا؟ چرا ایشون اینقدر کوچیک میکنید؟ واقعا توهین به شاهزاده رضا پهلوی هست. و من فکر میکنم کسانی که اینجور مسائل مطرح میکنن در واقع به طور غیر مستقیم میخوان ایشون رو کوچیک جلوه بدن، ولی ایشون اینقدر بزرگه که این برخوردها به هیچ عنوان نمیتونه. خب پس با توجه به اینکه شاهزاده رضا پهلوی در یک برنامه اومدن به اعلام کردن که حالا یک فایلی بوده و این یک برنامه داخلی بوده و نباید فاش میشد و اینها، پس اینو باید بذاریم به حساب یک اشتباه استراتژیک از جانب شاهزاده رضا پهلوی. وظیفه‌شونه که با
گروه‌های مختلف سیاسی ارتباط برقرار کنن، تو جلساتون شرکت کنن. به نظر میرسه که عزیزان ما اصلا مصاحبه‌هایشون رو گوش نمی‌کنن. در چندین مصاحبه، حتی در مصاحبه اخیر در دویچه وله، در اون مصاحبه‌ای که در میدان در تلویزیون ایران اینترنشنال که خیلی هم بیننده داشت ایشون صورت دادن، از ایشون سوال شد نقش استاد رضا پهلوی شما نقش خودتون رو چگونه تعریف میکنید؟ ایشون چی جواب دادن؟ شما یادتون هست آقای دانیل عزیز ایشون چی جواب دادن؟ آقای دانیل صدای من دارید؟ دکتر عزیز من یادم نیست، بفرمید. جوابی که ایشون دادن این بود که من برای خودم یک نقش هماهنگ کننده و مثل یک چسب که توی در واقع اون گفتگوها با آقای تبرزدی فایل صوتیش هست، من از خودم در نمیارم، گفتم من مثل یک چسب میخوام عمل بکنم، نقش من یک نقش هماهنگ کننده است بین مخالفین جمهوری اسلامی برای اینکه بتونیم به سرمنزل مقصود برسیم. بنابراین وقتی شاهزاده رضا پهلوی از خودشون نقش یک عنصر هماهنگ کننده رو تعریف کردن و یک در واقع موقعیت تراجنایی رو مطرح کردن، عجیب نیست که در چنین جلسه شرکت بکنن. هرچند که چندین بار بعد از اون گفتن که خودتون رو هماهنگ کنید، بعد وقتی که هماهنگ شدید چون همتون با هم دیگه مشکل زیاد دارید، بعد نمیتونم بپرم این وسط به اصطلاح نقشی پا کنم، خودتون برید با خودتون هماهنگ بشید. وقتی که با هم هماهنگ شدید بعد برای مشروعیتش من میام. ولی شاهزاده رضا پهلوی بر حسب شرایط مختلف در این معنی و مفهوم و محتوا سیاست‌های مختلفی رو ایفا کردن، نقش‌های مختلفی رو ایفا کردن و خیلی هم هوشمندانه است این مسئله. اونجا که می‌بینن اپوزیسیون معقول عمل می‌کنه و میاد و دور هم جمع میشه و به اصطلاح سعی میکنه که یک ائتلافی اتحادی رو به وجود بیاره، ایشون به وجد میاد و میاد و میگه اوکی حالا میشه اینجا نقشی داره. ولی وقتی میبینه اپوزیسیون بعد عمل میکنه، قاعدتا برای حفظ جایگاه خودش باید چیکار کنه؟ باید از این صحنه عفونی خودش رو بکشه کنار دیگه، غیر از این کار دیگه میشه کرد؟ از این صحنه عفونیه باید ایشون بکشه کنار، وگرنه این عفونت دامن ایشون رو هم میگیره و نباید بگیره. ما ایشون رو احتیاج داریم. بله من هم با شما موافقم. خب یکی از مطالب دیگه‌ای که خیلی مطرح شد طی این روزها انتشار فایل صوتی این جلسه بود که منتشر شد. شاهزاده توی برنامه‌ای که داشتن در یکی از تلویزیون‌های خارج از ایران اعلام کردن که این قرار نبوده این فایل پخش بشه، این یک جلسه داخلی بوده و نباید پخش می‌شده. چطور شد؟ از دهان تو بشنویم کی این فایل رو پخش کرد؟ چی شد که این فایل پخش شد؟ آقای تبرزدی تو کانال خودشون این فایل ها رو پخش کردن به دنبال مقاله‌ای که در العربیه چاپ کرده بودن و بعد از اینکه شاهزاده با آقای شهرام همایون مصاحبه کردن و قبل از اون هم من تا اونجا که یادمه آقای تبرزدی در کانال تلگرامی خودشون این فایل صوتی رو پخش کردن. منتها خبر جلسه رو آقای عباس واحدیان در یک مقاله به شکل خیلی وزین و خوبی ارائه داده بودن که مسئله‌ای نداشت، اون هیچ چیز خاصی نبود، فقط یه بشارت خوب به مردم بود برای اینکه امیدآفرینی بشه. ولی پخش فایل صوتی و مضامین این گفتگو رو آقای تبرزدی یک بار در یک مصاحبه، دوباره در یک لایو و بعد در لایو اینستاگرامی و بعد در العربیه به اصطلاح به مضامین این گفتگو اشاره کردن و شاهزاده رو مورد انتقاد شدید قرار دادن و گفتن ایشون میخواد جایگاه اعلی حضرت به اصطلاح بی همتا رو بازی بکنه و ما نمیخوایم به کیش شخصیت نمیخوایم و ایشون باید بپذیره که یکی از به قول معروف اعضای تیم باشه و بیاد برابر با سایر نیروهای سیاسی. این همون چیزی که آقای شرف مداری هم گفتن
که شاهزاده رضا پهلوی باید بیاد برابر با سایر نیروهای سیاسی خودش رو مطرح بکنه و نه برای اون. آقای واحدیان به صورت مستقل و خودسر خبر رو منتشر کردن؟ نه، ایشون اینو نوشته بودن، برای منم ارسال کردن. اشکالی تو اون خبری که نبود، اشکالی تو اون مطلبی که نوشته بودن نبود، ضمنی که ایشون در جای خاص منتشر نکردن، در اتاق بسته شورای هماهنگی رسانه‌ها این رو انتشار دادن. انتشار بیرونی نبود، در واقع در اون اتاق بسته بود. یعنی برای یک تعداد افراد محدود؟ بله، برای یک تعداد افراد محدود. فکر نمی کنم بیشتر از 15-16 نفرم باشن عضو اون اتاق، که به اصطلاح چون اونا هیچ کدوم در جریان این گفتگوها قرار نداشتن، ولی همشون هم در این حال اعضای فعال هستن، بعضیشون فکر میکنم در داخل کشور هستن، میخواستن این بشارت رو بدن که این گفتگوها نتیجهش خیلی خوب بوده و خوشحال باشین، کار کنین، امید بگیرین، داریم میریم جلو. این هدف ایشون بود. ولی خب متاسفانه آقای تبرزدی یه سری اقدامات انجام دادن که اصلا مناسب نبود و شاهزاده بسیار انتقاد کردن از اون. خب یک منبع موثق با من صحبت میکرد و اعلام کرد که آقای واحدیان با هماهنگی با شما، در عین اینکه شما هم گفتید که من میرم با شاهزاده هماهنگ میکنم و ازشون میپرسم، این خبر رو به صورت عمومی پخش کرد و بعد از اون تمام اتفاقات دیگه افتاد مبنی بر موضع‌گیری آقای تبرزدی و بعدش هم فاش شدن فایل صوتی. یعنی به صورت محدود نبوده، این رو آقای واحدیان با نظر مساعد شما به صورت عمومی پخش کردن. اولا که من خبر ندارم به صورت عمومی پخش شده، اگرم ایشون به شکل عمومی پخش کرده که باز یه تأسف‌های دیگه، ولی ایشون برای من اینو ارسال کرد، گفت شما به نظرتون این متن چجوریه، من بعضی جاهاش رو ادیت کردم برای شاهزادم ارسال کردم، گفتم آقای واحدیان میخواد این رو بذاره توی کانال خودشون توی اتاق، این کانال که نه تو اتاق خودشون مال شورای رسانه، شاهزادم هیچ کنه به اصطلاح چیزی نکردن، هیچ کنه عکس العملی نشون ندادن نسبت به اینکه نه نذاره یا نگه یا هیچ، و من گفتم که خب من اینجاش رو ادیت کردم میتونید بذارید، چون بیشتر یه خبر بشارت دهنده و مثبت بود و نسبت به نقش شاهزاده بسیار فراجنایی و خوب برخورد کرده بودن. متن رو حتما برید بخونید، متن بسیار قشنگ و وزینی بود و اصلا اشاره‌ای به محتوای گفتگوها بلکه فقط نتیجه‌هاش اعلام کرد، ولی بعد گویا این حتما اینطور که شما میگید در همه جا پخش شده بوده و ولی فرقی نمی کنه، اون اساسا مسئله اونجا نیست، اساسا مشکل اونجا نیست، مشکل لایویست که آقای تبرزدی بعد از مصاحبه شاهزاده با شهرام همایون پخش کرد و بعد مصاحبه است که ایشون پخش کرد و بعد مقاله است که در العربیه نوشته بودن. مشکل آقای تبرزدی یک دوست مشترک با من و تو داره که فکر کنم بدونی کی هست. دوستی که در تورنتو هست و دوست مشترک من و تو هست و با آقای تبرزدی هم هست. آقای تبرزدی معتقده که خبر رو شما با هماهنگی شما آقای واحدیان پخش کرده، فایل صوتی هم از جانب شما پخش شده و حتی این فایل صوتی بدون هماهنگی با شاهزاده پخش شده و هدف این بوده که صرفا شما بتونید یک کردیتی رو بگیرید از برگزاری این جلسه و اینطور صحبت ها، و میگه موضع‌گیری های من هم دقیقا مربوط میشه به بعد از انتشار خبر و پخش شدن فایل صوتی. فایل صوتی واقعا از سمت شما پخش شد؟ اولا شما اگر برید توی کانال شبکه ایران یاران که من ادمینش و مثلا یکی از مؤسسینش هستم، اگر شما فایل صوتی شاهزاده رو در اونجا پیدا کردید من به شما جایزه میدم و در سایر کانال ها. بعد دوستای عزیز مسلما شما در سایت ایران یاران هم پخش نمی کنید اگر بخواید بکنید. نه نه، این خیلی مهمه. شما ولی برید تو کانال آقای تبرزدی
کامل فایل رو پیدا میکنید و جالبه بدونید که نوشتن گفتگوی تبرزدی و پهلوی، یعنی این دیگه اوج بضاحته. چرا؟ چون که این گفتگوی تبرزدی و پهلوی نبود، این گفتگوی آقای تبرزدی در شبکه ایران یاران با حضور شاهزاده رضا پهلوی بود، نه گفتگوی تبرزدی و پهلوی. حالا شما ببینید کسی که فایل صوتی رو با این عنوان پخش میکنه، این دنبال کسب مشروعیت و اعتبار برای خودشه، یا مایی که هرگز این فایل صوتی رو پخش نکردیم تا پخش اونها رو ما دیدیم. به هیچ عنوان فایل های صوتی رو من پخش نکردم، این رو خودش آزادم میدونه، اینا همه دوستان شبکه هم میدونن. اولین کسی که فایل ها رو پخش کرد خود ایشون بودن و از این گناهی که کردن نمیتونن به نوعی قصر در برن، چون این کار رو کردن، آثارش هست، تمام شهود و در واقع شنودش هست و کانال ایشون بهترین مبدأ هست برای اینکه بریم ببینید که ایشون فایل های صوتی رو به چه نام و چگونه پخش کرده. بعد زمین که راستشو بخواید میگن گر خدا خواهد عدو سبب خیر شود، و ما فکر میکنم باعث خیر شد، چون یک بار دیگه ملت ایران متوجه شدن که چقدر شاهزاده عاقله و چقدر خردمنده و چقدر دقیق با مسائل برخورد میکنه، چقدر حسن نیت داره، چقدر واقعا با خلوص نیت واقعا میخواد کاری انجام بده. خطاب به اونایی میگم که نشستن و میگن شاهزاده رضا پهلوی چیکار کرده؟ آقای نوری علا بارها گفتم که چه گلی به سر لای ما زده که حالا ما بیان زیر پرچم ایشون علم و کتل بزنیم. آقای نوری علا، گلی که به سر لای همه ما زدن، حضورشون در همین جلسات هست و تلاششون برای این که بتونن بین ماها پیوند ایجاد کنن، این اون گل هاییست که میزنن به سر ما و ما با ناتوانی تموم و ناسپاسی تموم این گلها رو تموم پرپر میکنیم. بسیار هم عالی. ویکتوری عزیز، یکی از سوالهای دیگهی که شده، اعضایی هست که شما انتخاب کردید برای شورای مرکزیتون، چرا اینقدر آدم هایی که حرف و حدیث پشتشونه رو اینجا دارید؟ روح الله عظم، علی جوانمردی، امیر فرشاد ابراهیمی، حیدری، امیدمهر، یعنی کسانی که خب همه سابقه کار با جمهوری اسلامی رو دارن، همه به هر حال در یه مقطع امیر فرشاد ابراهیمی با دهنمکی دوست و همکار نزدیک بوده، امیدمهر و حیدری مدت ها کار کردن، روح الله عظم رو که به صورت خاص میخواییم راجع به صحبت کنیم، میدونی که فکر کنم یک یا دو روز پیش خود صدا و سیمای جمهوری اسلامی اومد و اون برنامه کلاکت رو ازش پخش کرد که چه اتفاقاتی افتاد که حتما خودت دیدی. آیا برنامه خاصی، یعنی یک هدف خاصی در انتخاب این افراد بود؟ برنامه توی ذهن تو بود یا نه اینها کسانی بودن که خودشون پیش قدم شدن در حضور در این گروه شما؟ درود بر شما. اولا شما اگر به همون فایل دقیقاً گوش کنید، اینا اکتورهایی هستن، افرادی هستن که در صحنه سیاسی ایران حضور دارن، پررنگ نقششون، هر کدوم در یک گوشه‌ای دارن یک کارهای انجام میدن و قاعدتاً وقتی حضور دارن و در صحنه دارن نقش آفرینی میکنن باید مخاطب قرار بگیرن و اکثر اینها سالها پیش در برای مثال امیر افشار، ابراهیم که نام میبرید، امیر فرشاد 20 سال پیش با حزب الله بوده، سال 1377 ایشون از حزب الله اومده بیرون، بعدم تو زندان اوین افتاده، بعدم قیمت و هزینهش رو پرداخته، بعد از ایران خارج شده، الان سالهای سال امیر فرشاد ابراهیمی داره برای مسئله مردم ایران کار میکنه به انهای مختلف.
علیه جمهوری اسلامی در چندین و چند تشکل مختلف حضور داشته و همین الانش داره خدمات بسیار شایان توجهی میکنه در ارتباط با مقامات جمهوری اسلامی که در لابی‌های مختلف هستن و ایشون غیر مستقیم از طریق وزارت خارجه که کار میکنن براشون تاثیرگذار هستن در روند گفتگوها، در روند سیاست گذاری. آقای محمد رضا حیدری ایشون 7-8 سال پیش دیپلمات بودن در سفارت جمهوری اسلامی و بعد استعفا دادن اومدن بیرون. از اون موقع شما باید بریم بگید حجم مطالبی که با آقای امید مهر هم همینطور، حجم مطالبی که اونها تولید میکنن بر علیه جمهوری اسلامی روزانه هست و فعالیت هایی که در انجام میدن حول و حوش در واقع دیپلمات های باقی مانده شایان توجه هست. من از انتخابی که کردم و تلاشی که کردم اصلا پشیمون نیستم. یا مثلا دیگه کی رو نام بردید که مشکل داشت؟ آقای زم میگید. آقای زم اولا به نظر من نقش خیلی مهمی آمد نیوز ایفا کرد در خیزش دیما، واقعا اینجا نباید از نظر دور بدارید. بعد از اونم همین الان پر مخاطب ترین رسانه هستش رسانه آمد نیوز، حتی با وجود حجمه وحشتناک به اصطلاح حملاتی که به این رسانه بوده، تنها رسانه‌ای که تونسته پر مخاطب ترین باشه همین الانش هم رسانه آقای زم هستش. ما یه دونه پست که مثلا ایشون میذاره شما ببینید یه چیز در حدود 600-700 هزار خواننده داره و رسانه آمد نیوز الان مدت هاست که سیاست خودش رو نسبت به شاهزاده رضا پهلوی تغییر داده. متاسفانه یه مدت درگیر برخی گروه ها بودن و یک مسائلی حول اون رسانه آمد نیوز پیش آمد که خود من اولین اخطار رو به اونها دادم و در تلگرام پخش شد تمام به اصطلاح صوتی که من در ارتباط با آمد نیوز تولید کردم و یک ساعت خورده ای ایرادهاشون رو بهشون گفتم، اشکالاتشون رو بهشون تذکر دادم و نصیحتشون کردم که از این مسیر برگردید. شما رسانه‌ای هستید که میتونید یک نقش بسیار مهم و مفید ایفا بکنید به جای اینکه بشید در واقع دستاویز مثلا ریستا یا دستاویز جریانی به نام جریان سوم و امثال هم که این جریان سوم بالا آقای مهدی جلالی تهرانی بود. و اونجا نصیحت خیر من این بودش که شما بیاین در مسیر مردم ایران قرار بگید، بذارید رسانه مردمی باشید که هستیم ولی متاسفانه با یک سری اشکالات و ازشون خواستم خودشون سیغل بدم و من فکر میکنم که اتفاقا خیلی خوب توی این مسیر اومدن جلو و الان یکی رسانه است که به هر حال پست‌های مربوط به شاهزاده رو بدون هیچ کامنت بدی، بدون هیچ کامنتی که دلخور کنه به هر حال همدامان با شاهزاده رو میذارن. این که ایشون اخباری رو از داخل نظام میده، حالا این اخبار ممکنه غلط باشه یا رو دست خورده باشه، برای همه اتفاق میفته، برای مسیح علی نژاد هم چندی بار اتفاق افتاده، برای همه اتفاق میفته، تو همین رسانه های سعودیش هم اتفاق میفته. برخی خبرها رو در ارتباط با برخی حتی دولت مردان، حتی اتفاقاتی مختلفی که در کشور مختلف میفته میدن، بعد تکذیبش میکنن، میان میگن این خبر اشتباه بوده. در عرصه رسانه این اتفاقا خیلی عادیه، خیلی عادیه. و اتفاقا اگر جمهوری اسلامی میاد یه همچین مستندی علیه زن تهیه میکنه، دقیقا به خاطر این که میدونه رسانه آمد نیوز یک رسانه تاثیرگذار هست. برید پست ها رو نگاه کنید بعد قضاوت کنید. حجمی بزرگی از پست ها علیه جمهوری اسلامی داره هر روز توی رسانه تولید میشه. خب از 10 تا پست هم ممکنه 2 تاش مورد علاقه شما نباشه، مورد علاقه من نباشه، ایراداتی بهش وارد باشه، میشه انتقاد کرد، میشه به آدم بخواد که خب درست بکنه، اصلاح بکنه، ولی یک رسانه رو نمیشه باید. و مخصوصا اتفاقا از دیشب که جمهوری اسلامی چنین مستندی رو علیه رسانه آمد نیوز و شخص زن تهیه کرد، من گفتم خب این سندی شد مبنی بر این که این آمد نیوز اصلا نمیتونه قاعدتا رسانه باشه که محصول جمهوری اسلامی باشه، یعنی همون
به اصطلاح اتهامی که مرتب به آمد نیوز میزدن که زن عامل اطلاعاته و آمد نیوز هم مال اطلاعاته. اگر اینجوری بود، یعنی جمهوری اسلامی علیه رسانه که خودش تولید کرده میمد این تبلیغات رو توی مستندش میکرد، نمیتونه قاعدتا منطقی باشه یه همچین چیزی. رسانه آمد نیوز به نظر من رسانه است که میتونه در یک به اصطلاح بزنگاه مهم تاریخی در ایران وقتی اتحاد ملیونی ایجاد میشه میتونه نقش بزرگی ایفا بکنه، چون بیشترین مخاطبین داره و این جمهوری اسلامی میترسونه، واقعا میترسونه. ولی اینایی که میگم به معنی نیست که آقای همینجا به آقای زن میگم شما خیلی بد راجع به شاهزاده ما صحبت کردی و شاهزاده خودت گفتی من از شبکه ایران یاران چند روزی اومدی و رفتی بیرون، گفتی به خاطر میرم بیرون چون باید فکر میکنم شاهزاده اینجا به اصطلاح حضور دائمی داره. اینقدر مهم بود که شاهزاده حضور دائمی داشته باشه. خودت به من گفتی که شاهزاده بسیار تاثیرگذار هست در بدن جامعه، حضور دائمی او خیلی حائز اهمیت هست و اگر اینطور باشه که ایشون بخواد حضور دائمی نداشته باشه من میرم و کار رسانی خودم رو انجام میدم. و رفتت واقعا چند تا پست خوب هم از شاهزاده گذاشت توی مثلا آمدی. ولی اون موقع متاسفانه تحت تاثیر اون جریان ها یه سری حرفا زده، چون این مستندی که پخش شد قدیمیه، یک سال قدیمیه، جدید نیست. و من یه ساعت نکته بهت بگم ویکتوری عزیز، در جریان باشی. این چند تا اپیزود داره، یعنی طبق آخرین اخباری که ما داریم این چند اپیزود داره، پس واقعا در یک اپیزود این برنامه راجع به شما هم صحبت خواهد شد و صحبت هایی که روح الله زم راجع به شما هم کرده، یعنی ارتباط این مأمور جمهوری اسلامی ادامه داشته و راجع به صحبت کرده و یک توی اپیزودهای بعدی راجع به خود ایران یاران هم و صحبت هایی که روح الله زم داشته و احتمالا صحبت هایی که با خود شما هم داشته حفظ میشه. فقط یک نکته من میخوام این رو از تو بشنوم، آیا تو این معتقد هستی که خامنه ای و جمهوری اسلامی دارن به وسیله اجنه ایران رو هدایت میکنن و یه فردی هم وجود داره که بدل خامنه ای هست و توی گلوش میکروچیپ کار گذاشتن که صدای خامنه ایه و همه جا به جمهور حضور پیدا میکنه؟ ببینید این 3 سال بیشتر هست که صحبت بر سر این هستش که این آقایی که الان به نام امام خامنه ای دجال هستش این بدل خامنه ای هست. اتفاقا یک فیلم تولید شده بود اخیراً که وقتی بشار اسد به ایران رفتش، وقتی که ایشون داره دست میده همینطوری با بشار اسد قشنگ دست میده، دستش قشنگ تپون میخوره، در حالی که دست خامنه ای مثل این که خیلی وقت از کار افتاده بود طبق گفته ای که بود. و خب من الان مدت های طولانی هست که شنیدم این صاحب زاده هستش و این خامنه ای مرده 3 سال پیش و خامنه ای نیست. حالا الله اعلم، من نمیدونم راست دروغ، ولی راجب اجنه اجنه چیه؟ خب یکی از چیزهایی که آقای زم مطرح کرد این بود که جمهوری اسلامی و خامنه ای اینا با اجنه ارتباط دارن و دارن از این طریق توی برنامه آخر هفته با آقای فرهودی خب بعد دارن از اون طریق کشور رو اداره میکنن. بعدن ایشون توضیح داد که به در واقع تعبیری اعتقاد اونها این هست که با اجنه در ارتباط هستن، نه اینکه شخص زن به اجنه معتقده، بلکه اینطور بیان شده که یا اینطور منظورشون بوده که اینها معتقدن با اجنه در ارتباط هستن و خب هستن، با خودشون فکر میکنن که در با اجنه در ارتباط هستن. خود اجنه نمیدونم چی باشه، نظرم خیلی مضحک میاد. واقعا چیز مضحکیه، منم با تو موافقم. ولی زن منظورش میده که اینا به اجنه معتقدن و فکر میکنن با اجنه در ارتباط هستن و اون اجنه برای اینها در واقع مسیحا رو یکی یکی ترسیم میکنه. آره، ولی خب من اینجا یه سوال رو از تو میپرسم با توجه به این که میگم این برنامه چند اپیزوده و میاد جلو و راجع به شخصیت ها و جریان های دیگه هم میشه و واقعا جریان شما به ارتباطی هم که شما داشتید توی یکی از این اپیزودها هست، هیچ صحبتی هست از تو که از الان خودت بخوای به مردم بگی؟
من اصلا خبر ندارم از این اپیزود، من نمیدونم راجب من یا جریان ایران یاران آقای زن چی گفته، ولی خب ایشون انقدر علاقه من بودن به ایران یاران. شما ندادی تو به این علاقه یک دفعه روح الله زن با اون تفکر و گرایشش عاشق شاهزاده رضا پهلوی شد و این باب همکاری با شما باز کرد؟ نه، برای اینکه خانم شیرین نجفی که در آمد نیوز همکاری دارم با آقای زن از دوستان خوب من هست و ایشون خیلی وقته که ما با هم صحبت کردیم راجع به این مسئله که آمد نیوز باید مسیر در واقع سیاسی خودش رو تغییر بده و همگام با مردم در داخل کشور عمل بکنه. و خانم نجفی بسیار به شاهزاده علاقمند هستن، به شهبانو علاقمند هستن و بسیار فرد به اصطلاح عاقلی هستن و از دانایی ها و قابلیت های مخصوصی برخوردار هستن. ایشون همواره به من گفتش که من از آمد نیوز نمیام بیرون و من میتونم اونجا نقشی بکنم، میتونم تاثیرگذار باشم و من واقعا به معجزه زنانه معتقد هستم که زنان واقعا میتونن خیلی تاثیرگذار باشن. و خب ایشون در ارتباط بسیار تنگ و تنگ با آقای زم فعالیت میکنن و ایشون تاثیرات بسیار بسیار شایان توجهی داشتن در مثلا تحولاتی در آمد نیوز صورت گرفته. بنابراین خیلی اینو شاید ندونن که پشت همه این داستان یک زن عاقل نشسته. بله خانم شیرین نجفی، یک این مطلب رو ببندیم، این سکشن رو ببندیم و به یکی از اون قسمت‌های دیگه‌ای که توی حداقل فضای مجازی خیلی سر و صدا کرد و مطرح شد می‌خوایم برسیم. این قضیه زبان فارسی چی بود که اینقدر سر و صدا کرد در جده ایران یاران؟ شما لطفاً یه توضیح بده بعد من سوالاتی رو که داره مطرح میشه شما می‌پرسم. اینم از اون گیرای عجیب غریب بود که حالا یکی میگه زبان به اصطلاح آموزش به زبان فارسی، یکی دیگه میگه زبان آموزش زبان فارسی. و من تمام مدت اصرار داشتم که سر اون مقوله که ما باید با هم به توافق برسیم اینه که ما به یک زبان محاوره و آموزش سراسری و ارتباطات در ایران نیاز داریم. اون زبان چه زبانی غیر از زبان فارسی میتونه باشه که همه بلدنش، همه به اون زبان درس خوندن و آموزش دیدن و واقعا زبان فارسی یک زبان سراسری است. اما ترکیب زبانهای دیگه در مناطق مختلف چی میشه؟ آیا در کشور ما آموزش به زبان کردی، به زبان بلوچی، به زبان عربی که هست البته، ولی به اون معنا که حالا تو خوزستان مطرحش کردم که در واقع عربی اسلامی نیست، و زبان آموزش به زبانهای مختلفی که حالا توی مثلا تالشی خودش یه زبانیه که اگر شما نگاه بکنید وقتی تالشی ها می نویسن به زبان خودش هست نمیتونید متوجه بشین چی نوشتن. ما داریم اینا رو توی ایران دیگه، یا ترکمن ها رو اگر ببینید نگارش خودشون رو نگاه کنید ببینید اصلا دقیقا متوجه نمیشین چی نوشن. کرد ها همینطور، من خودم کردم ولی اصلا بلد نیستم به زبان کردی بنویسم چون آسون نیست حقیقتا. ما همه زبان ها رو توی ایران داریم، تکلیف این زبان ها چی میشه؟ اینا همه گنجینه فرهنگی و در واقع یک وراثتی است که از نظر تاریخی به ما رسیده و این باید بمانه. اینا رو باید چیکار کنیم؟ اینا رو باید بگیم اگر نزدیکش بریم ممکن ایران تجزیه بشه؟ نه، برعکس، باید این زبانها رو بهشون امکان رشد بدیم. باید مردم این امکان رو داشته باشن که بتونن به زبان مادری خودشون هم بخونن و بنویسن. برای همین ما گفتیم زبان فارسی زبان آموزش سراسری اول کشور باید باشه در همه مدارس. از ابتدا باید همه بتونن به زبان فارسی تحصیل بکنن، به زبان فارسی آموزش ببینن، اما زبان مادری خودشون رو هم بتونن در کنار زبان فارسی یاد بگیرن و آموزش ببینن.
این اون چیزیست که شبکه ایران و یاران ازش دفاع میکنه، حمایت میکنه و معتقدیم که باید در ایران آینده اتفاق بیفته. خب این کاملا صحبت منطقیه، این که خب در خیلی از نقاط دنیا این اتفاق میفته، هر حالا محدوده جغرافیایی که به عنوان کشور شناخته میشه یک زبان رسمی داره، ولی در کنار اون زبانهای محلی و قومیتی هم میتونن استفاده بشه. ولی ایرادی که به گروه ایران یاران گرفته میشه این بوده که در ابتدا شما خواهان این بودید که تدریس به زبان مادری انجام بشه و مثلا 2 ساعت زبان فارسی هم تدریس بشه. سند این حرف میزنن یه دروغ محضه. سند ما از اول تا آخر مشخصه. این سند رو خواهش میکنم لینک بده معلوم ببینم. این سند از روز اول همین بوده. برید اصلا این سند رو بلش کنید، برید مقاله منو تحت عنوان فراخوان در 10 حزب قومی و به اصطلاح چیز در سایت خودم بخونید، در کیهان لندن چاپ شده، برید اصل پیمان‌نامه رو در اونجا نگاه کنید. این دروغ محضه. اینم از اون روش‌های تخریبگرانه است که متأسفانه برخی مشغولش هستن. در سایت خودم victoriaazad.com برید قشنگ همون صفحه اول می‌بینید مقاله فراخوان 10 حزب قومی و به اصطلاح پیمان‌نامه‌ای که من تنظیم کردم. در اونجا دقیقاً همین محتوا و مضمونی که الان خدمتتون ارائه دادم در اونجا اومده. اگر شاهزاده رضا پهلوی چنین سندی رو تایید میکردن. این برای خود من هم جای سوال بود که واقعا اینطور چیزی مگه امکان داره که مثلا بیان شیمی، فیزیک، ریاضی رو تبدیل کنن به مثلا زبان کردی و بعد حالا 2 ساعت زبان فارسی. ولی پس در واقع اون چیزی که شما مد نظرتون بوده اینه که به نظر من هم پیشنهاد کاملا منطقیه که زبان مادری هم در هر منطقه حفظ بشه و این زبان‌های محلی از بین نره. ولی به سند تفاهم‌نامه مراجعه کنید، قشنگ می‌بینید این مفهومو. بسیار عالی. و اما یکی از چیزهای دیگه که باز من دارم اینجا توی سوال‌ها می‌بینم این که چرا شما اینقدر با نیروهای چپ ارتباط دارید؟ چرا اینقدر دورورتون آدم های با گرایش چپ هستن؟ شما از کجا میدونید اصلا من با کی ارتباط دارم با کی ارتباط ندارم؟ من تقریبا با همه ارتباط دارم. چپ ها با من ارتباط دارم، مشروط خواهان با من ارتباط دارم، بیشتر مصاحبه هامو با رسانه های طرفدار پادشاه پارلمانی انجام دادم. واقعا تشکر میکنم از همینجا از اکثر اونها. بعد خدمتون عرض کنم که با جمهوری خواهان ارتباط بسیار دارم و میتونم بگم که با همه ارتباط دارم خوشبختانه. یکی از چیزهایی که زمانی که فرشگرد به وجود اومد ما دیدیم این بود که فرشگرد خیلی واضح و روشن در ابتدا اعلام کرد که یه مرزی رو مشخص کرد ما بین ارتجاع سرخ و سیاه و عملا گفت که با جریان‌های چپ نمیخوام وارد هیچ گفتگو و هیچ بازی و هیچ مشارکتی بشم. خب ولی گویا در مورد جریان ایران یاران این مرزبندی و این خطوط وجود نداره. من درست اینو متوجه شدم؟ بله کاملا. ببینید برای که اصلا محتوا و مضمون وظایف و اهدافی که ما برای خودمون در ایران یاران تعریف کردیم با فرشگرد متفاوته. فرشگرد این است بچه ها و جوان های به اصطلاح مختلف بودن از لایه های مختلف باورهای مختلف که آمدن و خب همین ایرادی هم که به فرشگرد گرفتن این بودش که اینا اکثرشون با رژیم همکاری میکردن، نمیدونم تعلقات حالا تحکیم وحدتی و چیزای مختلف داشتن و به شاهزاده ایراد میگرفتن که چرا از اونها حمایت کرده و ما میگفتیم که باید از این مسئله، از این گفتمان که شما در گذشته حالا با کی همکاری میکردید اگر کسی جرمی در واقع مرتکب نشده، دستش تو خونه کسی آلوده نیست و در سالهای گذشته جزء اپوزیسیون بوده، باید از اون گذشته بگذریم چون اینطوری باشه که
40 میلیون دست کم ایرانی 40 میلیون چی 60 میلیون دست کم ایرانی دستش توی سفره بوده و هست و همه رو که شما نمیتون دادیست دریا. حتی من معتقدم که همون اتفاق تو کشورهای مترقی میفته باید تو ایران هم بیفته. حتی شاید بخشی از نمایندگان مجلس ما که امروز میتونه آدمهای خوبی باشن، میتونن افرادی باشن که صاحب در واقع نظرگاه باشن، صاحب تخصص باشن، دستشون توی اخاذی و رانکاری وارد نشده باشه، بتونن مثلا جز متحدین آینده ما باشن. من معتقدم که همه اونهایی که دل در گروه ایران دارن میتونن در این عرصه نقش آفرینی بکنن. ولی در ارتباط با فرشگرد همونطور که گفتم اونها اصلا با یک برنامه دیگه اومدن. اونها اومدن که در واقع یک نیروی جوانی باشن که یه جور شادابی، یه جور امید تو جوانها تولید میکنن و جنبش میدان ملی رو به قول معروف بتونن سامان بدن، مثل آتکور مثلا در یوگسلاوی و مثلا جوانان نقشه که ایفا کردن در کشورهای دیگه. اونا اومدن جنبش آفرینی کنن، اومدن تحرک ایجاد بکنن و بعد در این حال با اعلام نقش محوریت شاهزاده که خب شاهزاده وارد فرشگرد هم نشد، شاهزاده الانش هم وارد فرشگرد نشده، همونطور که با همه صحبت میکنه با اونا هم صحبت. اما ما برای خودمون نقش دیگری رو، یک نقش بسیار کلانی رو تعریف کردیم. گفتیم به عنوان افرادی که سالهای مدید در اپوزیسیون هستیم میخواییم بیان که دست به دست هم بدیم، ما اون ظرف اتحادی بشیم که جاش خالیه و اون مرکز استقل رو بیان ایجاد بکنیم برای یک شورای انتقالی که در واقع یک بازوی سیاسی بشیم که بتونیم از این مسیر عبور کنیم. این اون کاریست که ما یعنی نقشتون رو در راستای تکمیل اون چشم‌انداز فعالیت فرشگرد میبینید؟ اصلا من از اول نظرم این بود که فرشگرد و در واقع فرشگرد به عنوان بازوی جوانان و خیزش های مردمی، بعد شبکه ایران یاران به عنوان بازوی سیاسی و ققنوس به عنوان بازوی متخصصین و به اصطلاح کارشناسان ما برای ساختن ایران فردا بیان با همدیگه یک شورای انتقالی رو تشکیل بدن. به تبع در شبکه ایران یاران ما گفته بودیم که نمایندگان جریانات مختلف وجود دارن، یعنی وقتی میگم بازوی سیاسی به این معنی که نمایندگان جریانات مختلف با هم به یک ائتلافی دست پیدا کردن در ایران یاران و حضور دارن و در فرشگرد هم چون جامعه ایران به هر حال حدود دست کم 75% زیر به اصطلاح 40 سال هستن، گفتیم که اونها میتونن در واقع اون حلقه گم شده ایجاد تحول و امید و شادابی در جوانان باشن که دچار یک برحال رخوتی هستن در جامعه ایران و الان هم اینجوری فکر میکنم. من فکر میکنم اگه موفق بشیم یک همچین اتحاد سراسری رو به وجود بیاریم بین این سه جریان. خب من حرف تو رو اینطور میگیرم پس به این معنی که تا الان موفق نشدید در این زمینه. الان رابطتون با فرشگرد چطوره ویکتوری عزیز؟ اتفاقا از طریق آقای امین فرشاد ابراهیمی با آقای امین حسین اعتمادی تماس گرفته شد و از اونا خواستن که بتونیم ما با هم حتی مثلا پروژه مشترکی داشته باشیم، چون ما که با اونا اختلاف نظری نداریم به لحاظ سکولار دموکراسی، به لحاظ به اصطلاح نوع نظام آینده، به لحاظ تعریفی که از نقش شاهزاده رضا پهلوی داریم، ما خانه همکاری هستیم. منطقه خب فرشگرد هم باید حوزه در واقع تحصیل گذاری خودش رو یک تعریف دوباره بکنه بر اساس اون چیزی که در ابتدا گفته بود و در واقع بر اساس جایگاه خودش بتونه، اونها باید دنبال یارگیری باشن همونطور که بقیه خودش. خب
خود شاهزاده رضا پهلوی تلاشی در زمینه نزدیک کردن شما حداقل گروه هایی که ایشون خودشون به صورت مستقیم حمایت کردن به هم رو نداشتن؟ تاکنون من چیزی متوجه نشدم. علتش چی میتونه باشه؟ نمیدونم. برای اینکه چرا میدونم؟ علتش اینه که هنوز بازی سیاسی آماده نشده. یعنی شبکه ایران یاران مخاطبین بسیار در داخل کشور داره. 557 نفر امضا کردن. تعداد خیلی زیادی، همه اکثرا از داخل کشور هستن. پروژه شبکه سازی در ایران در واقع کلید خورده و مجموعه از کمپین ما در داخل کشور و شبکه‌های دیگر که به ایران یاران پیوستن در صدد تدارک شبکه سازی در داخل کشور هستن و مسئولین ما در داخل شبکه ایران یاران مشغول به اصطلاح این سازماندهی هستن. خود من هم در جریان هستم. بعد شبکه راهبردی نظارت داره. خدمت شما عرض بکنم که با بخش‌های دانشجویی در داخل کشور در تماس فعال هستیم. به زودی اونها به شورای راهبردی امیدوار هستم البته میپیوندن به چیزی که صحبتایی که داشتیم. از گروه جانبازان در داخل کشور آقای غلام حسین بوجردی عزیز رو داریم که خیلی فعال هستن توی اینستاگرام. بعد خدمت شما عرض کنم از اقوام کماکان آقای حسین بول عزیز رو داریم. از کمپین ما آقای عادل شریفی رو داریم. کمپین ما در درون مرز فعالیت میکنه ولی به زودی یکی از اعضای اونها در درون در خارج از ایران ولی نه در اروپا، اینا در اطراف ایران به ما خواهد پیوست و من حیث مجموع ما به فعالیت همون قاطعانه ادامه میدیم و کماکان پیام ما پیام وحدت بین نیروهای مخالف جمهوری اسلامی هست. باید مرز اختلاف ها رو با هم دیگه در یعنی کنار بگذاریم و بریم به سمت یک ائتلاف حد اکثری. این امر ممکن هستش. ما به رایزنی ها باز ادامه خواهیم داد. بسیار هم عالی. یک فکر میکنم شما یه برنامه لایو دارید فردا شب اگر اشتباه نکنم. من تبلیغ این رو توی یکی از دوستانی که الانم توی صفحه هست دیدم و اینها خیلی خیلی برام جالبه که فکر میکنم این دوستمون هم داره گرایش چپ هستن. ایشون یه بار من رو متهم کردن که بنده در آلمان زندان بودم، الانم من رو مأمور وزارت اطلاعات معرفی کردن. چرا این آدم ها این کار رو میکنن ویکتوریا؟ نمیدونم، من خبر ندارم از این اختلاف شما، ولی از چپ بودن ایشون هم خبر ندارم. فقط خبر دارم که ایشون از طرفداران پرپاقرص شاهزاده رضا پهلوی هستن. خودشون رو یک ایرانیار میدونن، پرپاقرص نوارم قبول دارن و ابزا کردن و فعالیت میکنن در رابطه با اطلاعات خیلی خوبی در مورد سایبرهای جمهوری اسلامی داشتن. اون بخشش که به حال من در جریان بودم. راجع به شما چیزی نشنیدم، خبر ندارم. تو همین صفحه کامنتایی که برای من میذارن من دارم اینا رو میخونم. ولی به هر حال جالبه. خب وضعیت بقیه اپوزیسیون ها رو چطور میبینی؟ الان چطور وضعشون؟ این سوالم رو میخوام به این نکته برسونم که چی رو کم دیدی در بین اپوزیسیون ها که فکر کردی باید یک نیروی جدید و یک حرکت جدید به وجود بیاد؟ سوال خیلی خوبیه. ببینید، اصلا شبکه ایران یاران یکی از گروه هایی که تا حالا بوده بود و نیستش، یعنی یکی اضافه بر گروه های دیگه. من فکرم که خیلی وقتمون چند سال منتظریم و دنبال میکنیم که خودم به هر حال مؤسس چندین گروه بودم، کارهای خیلی زیادی در این عرصه کردم که
من اصلا دوست ندارم بگم به شکست انجامی، چون ما خیلی از اون کارا چیز یاد گرفتیم، خیلی آموزش دیدیم، ولی موفق نشدیم میتونم بگم. و با خودم فکر کردم که شاید یک حلقه اتصال این کمه، که اون حلقه اتصال شاید میتونه بعد از شاهزاده حالا یک کوچولو من باشم، حالا یک به واسطه زن بودنم که شاید بتونم یک مدیریت مادرانه رو اعمال بکنم. حلقه اتصال منظور حلقه اتصال بین اپوزیسیون ها و گروه های مختلفه؟ درسته. حداقل من تعریفی که برای نقش و رول خودم دارم این بوده که حالا من به عنوان یک زن، به عنوان یک دلسوخته ایران، به عنوانی که کسی که توی این سالها به هر حال خیلی کار کرده و خیلی تلاش کرده برای مسئله ایران، شاید بتونم اینجا این نقش ایفا بکنم و بتونم یک کمکی باشم برای حتی اون ایدئال های شاهزاده رضا پهلوی، که این ایدئال ها بیش از 30 سال هست که مبنیست بر امروز فقط اتحاد و بدون اتحاد حد اکثری. 30 سال پیش گفتن که جمهور اسلامی رو ما نمیتونیم کنار بزنیم. پیرو به این اندیشه و پیرو به اندیشه ها و مقالاتی که خودم مکررن داشتم، مصاحبه هایی که داشتم در این زمینه، برخی مقالات من واقعا 16-17 سال خدمت داره در خصوص مسئله اتحاد و اپوزیسیون، فکر کردم که شاید بتونیم با این کنسپت جدید، با این محتوای جدید، این اتفاق و اتحاد رو بین اپوزیسیون ایجاد بکنیم. با این امید من آغاز کردم. من امیدوارم که ناامید نشم و امیدوارم که ما در شبکه ایران یاران به اتفاق عزیزان دیگر، آقای حسین بور عزیز که واقعا پدر معنوی ما هست و آقای امیر فرشاد ابراهیمی که در سوزانه تلاش کردن تا علاوه میکنن و واقعا نمیتونم توصیف کنم تلاش ها و صبوری هاشون، آقای عادل شریفی عزیز به عنوان جوانترین عنصر این شبکه که به راستی وقتی سخن میگه ما خیلی لذت میبریم از صحبتشون، از ایده هاشون، از فکرشون، آقای غلام حسین بروجردی عزیز که یک جانباز دلسوخته و بسیار فعال هستن، نیمای عزیزم در داخل کشور و یاران دیگرشون که تفاهم‌نامه رو امضا کردن از دانشگاه‌های معتبر ایران در سطح کارشناسی، دکتر هومن برخوی عزیز از دانشجویان فوق دکترای فلسفه در داخل ایران، آقای شهرام درویش، اینا اسامی همه مستعار هست. بله. اصلا فهم که مجبورم اسامی مستعار رو نام ببرم. آقای درویش، شهرام درویش عزیز که بخش مربوط به بعد از فروپاشی رو در ایران تنظیم کردن، اصلا اینجا بهشون سلام و درود میفرستم و تماکن ما رو پیگیری میکنم، دنبال میکنم، با ما همراه هستن. تماکن بنده از مشاورت هایشون برخوردار هستن. خانم سارای عزیزم از دانشجویان مقطع دکترا که من کماکان از مشاورت هایشون برخوردار هستم و بسیار سپاسگزارم و تمام شرایط با من همراه هستن و به لحاظ تجارب گرانبهایی که در ایران از بسیار پست های مختلفی که داشتن اطلاعات بسیار دقیق و خوبی رو در اختیار من گذاشتن و تعداد زیاده. من از همه عزیزان واقعا نهایت ستایش و قدردانی رو می کنم، خودشون رو ایرانیار می دونن و در محافل مختلف تفاهم‌نامه رو مطرح می کنن، حتی از خانواده هاشون تشکر می کنم، برکه از اینها به هر حال در مجالسی شرکت می کنن، مقاماتی در اونجا حضور دارن، از ایرانیاران در اونجا صحبت میشه، از تفاهم‌نامه ما صحبت میشه. تفاهم‌نامه ایرانیاران یک دستاورد بزرگه، یک محصول بسیار خوبی است برای دولت بعدی، برای به هر حال حکومت بعدی، محصولی است که میتونه در واقع یک برنامه سیاسی، یک مانیفست برای دولت موقت
کراسه‌های اقداماتی که باید صورت بگیره رو مشخص کرده و مردم ایران برن اینو مطالعه بکنن و این خواسته ها رو از اونهایی که ادعا میکنن که میخوان بیان و حکومت رو به دست بگیرن داشته باشن. بله. یه چیزی که باید خواسته های خودشون رو ارتقا بدن از سطح بد و بدتر بیان به سطح در واقع مطالبات مدنی و مطالبات امروزی و مدنی. بسیاری. یک چیزی رو که من بیکاری از این جواب این رو من میدونم ولی میخوام که خودت توضیح بدی. یک نکته که مدام در مورد تو الانم هی دارن مینویسن و من دارم میبینم اینه که این خانم تجزیه طلبه. چقدر تو به تمامیت ارضی ایران پایبند و متحد میدونی خودت رو و چقدر برات مهمه؟ خیلی سوال خوبه. به شهادت مصاحبه‌ای که داشتم، مقالاتی که نوشتم و آخرین مقاله که در واقع انتقاد من بود به ده حزب قومی که در کیان لندن اشاره کردم چاپ شده، یکی از انتقادات بسیار تیز و برنده‌ای که من کردم عدم بندی مربوط به تمامیت ارضی ایران در فراخوان اونها بود که به نظر من جا افتاده بود، وگرنه مطمئن هستم تمام اونها التزام دارن به تمامیت ارضی. البته اون بند رو به نوعی مطرح بود ولی خیلی کم رنگ بهش پرداخته بودن و البته همه گروه های قومی نبودن مسلمان، ولی به هر حال یه بخشی بودن. و بعد ببین، ایران جان من است. اگر عشق من به این گربه و به این نقشه و به این کشور اینقدر عظیم نبود، مطمئن باشید من تا حالا خیلی وقت پیشا بریده بودم. من 30 سال هست که در ایران نبودم. من خیلی سختی ها تو سوئد کشیدم، حالا باقی که بمانم، من در اونجا گرسنگی هم کشیدم. من روزها بوده که یک نون رو به 3 قسمت تقسیم کردیم. من شبها بوده که خواب دیدم سیب باز زدم. و من یادمه که یک سیب رو رنده می کردم، آبش رو به کودک و فرزندم دخترم می دادم، سلفش رو با شکر می جوشوندم، پوره می کردم و به دخترم می دادم. من در چنین شرایطی از ایران که فرار کردم، در چنین شرایطی قرار داشتم. اون کشید باید یه مقدار زندگی من اونجا به هر حال بهتر شد و بهتر شد. بعد از اون هم که به سوئد اومدم، با یه چمدون به سوئد اومدم با بچه و همسر سابق و با مشکلات زندگی خیلی دست و پنجه نرم کردم. این افتخار رو داشتم که در حزب چپ سوئد عضو باشم و تا مقطع در واقع کاندیداتوری پارلمانی از نفر 16 در شهر خودم گاتنبرگ به نفر 4 بیام و روزنامه ها هست، تمام اسناد هست. این افتخار داشتم که در مکتب دموکراسی در سوئد به مدرسه حزبی برم و آموزش حزبی ببینم. این افتخار داشتم که با حزب بزرگ سوسیال دموکرات سوئد همکاری داشته باشم، با حزب محیط زیست سوئد همکاری داشته باشم، در اجلاس های مختلف بین المللی و مأموریت های مختلف در کمیته مرکزی به اصطلاح حزب حضور داشته باشم، با شخصیت های بسیار برجسته ای عکس دارم، نشست و برخاست کردم، اما عادت ندارم این عکس ها رو دارم چاپ بکنم این برم و برای روزنامه هاش هست ایشالا بعدم کتابم چاپ بند شد. میتونستم الان در سطح وزارت و حال در سطح نماینده مجلس در سوئد مقام داشته باشم، ولی همه اینها رو بخشیدم و زندگیم رو وقت ایران کردم، چرا که معتقدم اگر ایرانی دیگه نباشه، دیگه انگیزه ای هم وجود نداره، دیگه وطنی برای من نخواهد بود، دیگه باید شکستم رو بپذیرم و در این کشور بمیرم و اون در واقع اتفاق است که نمیخوام بیفته. من بیشترین تلاش ها رو برای مسئله ایران کردم از طریق تماس با گروه های قومی. اولین کسی بودم که این افتخار رو دارم و شاهزاده میدونه و عزیزانی که درگیر بودن توی این گفتگوها از جمله آقای راهی اینها میدونن
همیشه هم گفتن که ما ارتباطمون رو با احزاب عمومی مدیون ویکتوریا هستیم. چرا این ارتباطات رو برقرار کردم؟ برای اینکه معتقد بودم باید ما به یک توافقاتی قبل از فروپاشی جمهور اسلامی برسیم که باز وقتی که فروپاشی اتفاق افتاد اون اتفاقی که در 57 افتاد نیفته. یعنی ما شاهد یک ترکمن صحرا، یک فضای جنگی در منطقه قومی و شاهد شلیک کردن حکومت مرکزی به مثلا کردها در منطقه کردستان نباشه، بلکه این پروسه در واقع همگرایی در ایران با یک به اصطلاح دوستی، گفتمان، گفتگو، دیالوگ، همبستگی، مهربانی، صمیمیت پیش بره و ما دوباره شاهد چالش‌های نظامی بر سر حالا مسائل قومی در کشورمون نباشیم. و برای همین هم هست که اینقدر سعی کردم که به نوعی پاسخی پیدا بکنم برای مسائلی که احزاب مختلف مثل حزب دموکراتیک کردستان ایران، مثل حزب کمیته زحمتکشان، مثل به اصطلاح حزب دموکراتیک کردستان. باشون ارتباط داری چون تو خودت هم کرد هستی و اتفاقا ما با هم یه قرار هم گذاشتیم که یه سوپ محلی شما رو من در سوئد با تو بخورم. کدوم دعوت کردی که گفتی اون یه مقدار ازش دارم؟ من دعوت کردم؟ نه گفتی میخوری. نه من هم چیزی نبستم. پس نمیه سوئد با سوپ بخوری؟ تأخیره کردی رو دوست داری؟ بعدم گفتم که این تأخیره خاطرات هم تعریف کردم از تأخیره، ولی فکر می کنم من و شما با هم قراری گذاشتیم. آره من گفتم درست میگید، من گفتم که حالا میریم با هم میخوریم ولی شما تایید نکردید. بله این که ارتباطت با احزاب کرد چطوره؟ تونستی از این رگ و ریشه کردی در جهت جذب اونها برای اون اتصالی که گفتی استفاده کنی؟ بله من فکر میکنم تأثیرات مشخصی ما همه رو هم گذاشتیم، اونا رو ما، ما روی اونا و گفتگوهای بسیار مناسب و خوبی با شاهزاده همیشه بوده. به هر حال من فکر میکنم انعکاس اون گفتگوها رو امروز محصولش رو میشه در تفاهم‌نامه دید و میشه رفت خوند و دید که اصطلاح ما در تفاهم‌نامه برای حل مسئله اقوام به چه فرمولی دست پیدا کردیم و این فرمول به هر حال میتونه خیلی مشکلات رو در بعد به حداقل فروپاشی حل بکنه. و اما قسمت آخر سال هیمن مربوط میشه به نگاه شما به کشور اسرائیل و قوم یهود. میدونید جمهوری اسلامی که 40 سال حکومتش بر ایران همیشه سعی داشته این باور رو جا بندازه که اسرائیل ستیزی و یهود ستیزی از بطن جامعه میاد و دولت صرفاً داره اون رو نمایش میده و نشون میده و یک حرکت و یک جریانی است که از بطن جامعه میاد، در حالی که در واقعیت ما میبینیم که مردم ایران بسیار علاقه‌مندند به کشور اسرائیل، به قوم یهود، ارتباطات خوبی رو برقرار میکنند و رابطه خوبی دارن. نظر تو چیه در این زمینه؟ اسرائیل و قوم یهود رو میخوام. فکر میکنم 12 سال پیش بود که من مقاله رو در خصوص پاشنه آشیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی تهیه کردم و به مسئله به طور مشخص اسرائیل اشاره کردم و اینکه جمهوری اسلامی چه به اصطلاح اصلاح پذیر نیست و اونجا اصلاح کردم که چرا اصلاح پذیر نیست. به مسئله به طور مشخص اسرائیل اشاره کردم و اینکه جمهوری اسلامی هرگز نمیاد که با اسرائیل از سر دوستی و پذیرش اسرائیل به عنوان یک کشور دوست، یک همکار و به اصطلاح پارتنر به اصطلاح سیاسی اقتصادی پایا پای صحبت کنه و در عمل اون رو پیش ببره و هیچ گونه چشم‌اندازی برای دوستی بین اسرائیل و ایران نمی دیدم، چون معتقد بودم که ایران لگد میزنه و ایران هست که اجازه نمیده. منظور دولت جمهوری اسلامی ایرانه؟ بله منظورم دولت جمهوری اسلامی. خیلی متشکرم که و معتقد بودم حکومت جمهوری اسلامی اساساً اسرائیل ستیز هست
بعد توضیح داده بودم که اتفاقا دستاوردهای اسرائیل در زمینه دموکراسی و سکولاریسم و فناوری های اطلاعاتی، فناوری های علمی، فناوری های محیط زیستی رو در اونجا خیلی دقیق توضیح داده بودم و چرا حائز اهمیت هست که کشور ما در خاورمیانه بتونه اون مناسبات حسنه و پای رو با اسرائیل داشته باشه و بتونه از تکنیک های خوب اونها، از امکانات به اصطلاح فناوری های اونها برای رشد اقتصادی و فرهنگی و سیاسی ایران استفاده بکنه و بالعکس ایران دارای یک منابع انسانی و منابع مادی بسیار خوب هست که اونها میتونن از به اصطلاح ارتباط پای با ایران ثمر ببرن و میتونه یک ارتباط کاملا مساوی، برابر، مبتنی بر همکاری و قسم همجواری و مسالمت‌آمیز بین ایران و اسرائیل برقرار بشه که دستاوردهای بزرگی برای هر دو ملت بار بیاره. ولی خب این ایفاگر این نقش این حکومت و این دولت در ایران متاسفانه نیست و جمهوری اسلامی خب برای الان که دیگه در حال فروپاشی در آستانه فروپاشی و میاد که این اتفاق بیفته. ولی من آرزو میکنم در تفاهم‌نامه‌ام این مفاهیم آمده که در آینده نزدیک ما شاهد حکومتی در ایران باشیم که خودش رو بر اساس حسن همجواری و همکاری های مسالمت و میز و پایاپای و بدون دخالت به اصطلاح ایدئولوژی مبتنی بر تروریسم و ترور کشورهای مختلف و توهین به پرچم و مردمان کشورهای مختلف شکل بگیره و ما بتونیم با کشور عزیز اسرائیل که من بسیار بسیار بهش مفتخر هستم ارتباطاتی رو برقرار بکنیم که در این ارتباطات هر دو ملت خوشحال باشن، هر دو ملت احساس افتخار بکنن و این ارتباطات نزدیک بتونه دستاوردهای توسعه و آبادانی برای هر دو کشور رو به بار بیاره. و من فکر میکنم طرحهای زیادی هست که یک حکومت سکولار دموکرات در ایران فردا میتونه با اسرائیل داشته باشه، مخصوصا طرح مربوط به آب، خشکسالی و محیط زیست که من مطمئن هستم اسرائیل میتونه خیلی کمک کنه شده توجه به ایران خشک در که داره ایرانی که داره میده به سمت خشکسالی مفرط بکنه و من مطمئن هستم که اسرائیلی ها میان خیلی استفاده های مفید با عرصه در عرصه منابع طبیعی، در عرصه توریسم و ارتباطات فرهنگی و فناوری های اطلاعاتی با ایران داشته باشه. بسیار عالی. و اینکه میدونی که تعداد زیادی یهودیان ایرانی تبار در اسرائیل ساکن هستند و شاید یه تعداد از اونها بخوان که در این جنبش و حرکتی که شما راه انداختید روز بشن، آیا این امکان فراهم شده که اینها هم بتونن در ایران یاران عوض بشن، در این زمینه همکاری کنن؟ ببینید صد درصد اول این تفاهم‌نامه رو بخونن، امضا بکنن پتیشن رو، بعد برای به اصطلاح شورای راهبرد ما یه سری مشخصات رو تعریف کردیم که کسانی باشن که مخاطبینی داشته باشن حالا در داخل کشور یا اگر در خارج از کشور هستن باز از یک شناسنامه سیاسی به اصطلاح روشن، شفاف و قابل ارائه برخوردار باشن. کسانی که در خارج از کشور هستن باید با اسم و نام واقعی خودشون باشن، همونطور که گفتم باید مخاطبینی داشته باشن. مثلا ممکنه الان کسی در اسرائیل بگه که من مثلا چه میدونم نازی مثلا ایرانی در مثلا وزارت خارجه اسرائیل کار میکنم یا مثلا در عرصه فناوری های مثلا علمی در فلان اینستیتوت در اسرائیل کار میکنم، دارای این آدرس، این شناسنامه هستم و مایل هستم با شما مثلا همکاری بکنم برای مثلا ایجاد یک شورای راهبردی وزین‌تر، قوی‌تر و بهتر. طبعا اون سر مجادله و میتونه خودش معرفی بکنه و
و حتما با هم میتونیم وارد گفتگو بشیم و ای بس و وارد همکاری های آینده بشیم. ولی یکی بیاد بگه که آره منم امضا کردم، منم میخوام بیام تو شورای راهبردی، شما باشین قبول میکنید؟ خب مسلما در شورای راهبردی قوانین سخت‌تری وجود خواهد داشت. بسیار هم عالی. من خیلی خوشحالم که امروز رو با تو بودم. فقط چند تا نکته رو من در انتها بگم. من با ویکتوریا عزیز چند جلسه قبل از برنامه صحبت کردم و اصلاحا قبل از برنامه بهش گفتم که سوالاتی که من میپرسم هیچ کدوم دلیل بر این که خود من به عنوان یک فرد زاویه و یا جهت‌گیری خاصی با تو دارم ندارم نیست، و اگر این سوالات مطرح میشه صرفاً جهت تنویر افکار عمومی و پاسخ دادن به سوالاتیه که در دنیای مجازی و در بین رسانه‌ها وجود داره. اگر من و ویکتوریا بیایم اینجا و هر دو یک صحبت و یک حرف و یک نظر رو داشته باشیم، فکر میکنم که خیلی خسته کننده میشه برنامه. ولی نکته جالب اینجاست که ما بتونیم اون سوالاتی رو که ذهن مخاطبان رو حداقل در فضای مجازی مشغول کرده بپرسیم، ویکتوریا جواب بده و مردم هم بدونن که با چه جریانی، چه فردی و چه تفکر و پرنسیپالی مواجه هستن. من معتقدم و باور دارم که این صحبتی که در مورد تجزیه طلبیشون هست خب کاملا صحبت بی ربطیه، به این دلیل که خودشون این رو علنا رد کردن و از اون طرف هم گروهی که ایشون دارن سرپرستی و هدایت میکنن گروهیه که مورد تایید شاهزاده رضا پهلوی هست و فکر نمیکنم دیگه به ایشون هم بشه این لیبل رو چسبون که تجزیه طلب هستن. پس این رو من هم موافق هستم که یه اینطور تهمتی و یه اینطور چیزی به این گروه نمیچسبه و منطقی نیست. سوالات صرفاً دوستان بینندگان عزیز افکار، تفکرات، سوالات و دغدغه های شما بود که پرسیده شد. من خانم ویکتوریا آزاد رو بسیار دوست دارم، قبل از برنامه بهشون گفتم، بعد از برنامه هم حتما دوستشون دارم. ایشون منو دعوت نکرد ولی من حتما یه سر صورت میرم پیششون و امیدوارم که جواب تمام سوالاتی که بوده رو تونسته باشید بگیرید. یک سری وبسایت و پتیشن هایی که برای امضا هست رو برای ما فرستادن، فکر میکنم در تکرار برنامه اینها رو هم ما بذاریم. دوستانی که علاقمند هستن که با این گروه و این شبکه همکاری داشته باشن بتونن از اون استفاده کنن. خب اگر صحبت و کلام آخری داری ویکتوریا عزیز بشنویم. من سپاسگزارم. فقط خب همینه دیگه، برای اینکه این بیشترین حملات رو تو این مدت به شبکه ایران گران کردن اصلا بی نظیر بوده این حملات دیگه، یعنی فکر کنه 150 تا توییت فقط برای من فرستادن. ولی خب این نشون میده که چقدر جمهوری اسلامی بهش برخورده و چقدر واقعا دردش اومده و سایبرهای جمهوری اسلامی علاوه بر بستر ماموریتی که خودشون دارن و تعدادی آدمهای نادان دارن سعی میکنن که جلوی همچین همبستگی و اتحادیه رو بگیرن و مسلماً تنها به اصطلاح خود جمهوری اسلامی هم میدونه به اصطلاح اگر یک کمچین اتحادی که ما دنبالش هستیم ایجاد بشه طبیعتاً فاتح جمهوری اسلامی خونده است و این رو ما این کار رو انجام میدیم و این کار صورت برمیده و مطمئن باشید که ما بسانه درود به تو. پریسای عزیز رفت تو هستیم دوست عزیزم. بله سپاس از شما آقای دانیل عزیز. چند لحظه من بله استفاده کردیم از صحبت‌های شما دانیل عزیزم و میدونین که امروز من مجبور شدم کارگردانی این دستگاه رو به عهده بگیرم و همین باعث شد که من حواسم همش با این دستگاه ها باشه و خب استفاده کردیم. خانم ویکتوریای آزاد خیلی خوشبختم از آشنایی با شما و تنها راه اتحاد من فکر میکنم رفع سوء تفاهم هاست و اطلاع رسانی و آگاهی رسانی که در واقع این آرزوی فکر میکنم همه ایرانی ها باشه که همه اپوزیسیون ها بتونن در یک بدنه
با هم همکاری کنند و این تنها راهی است که ما میتونیم آینده ایران رو بسازیم و موفق باشیم. درست آقای دنیل؟ بله حتما. من هم فکر میکنم اگر قرار اتفاق در ایران بیفته در سایه آگاهی و همکاری تمام ایرانیان هست و بلا هیچ نیروی خارجی یا هیچ نیروی دیگه عملا این تاثیرگذاری لازم رو برآیند دموکراسی و دموکراتیک شدن ایران نخواهد داشت. بله قطعا همینطور. من از این فرصت استفاده کنم بعد بگم که یک درود گرم و از صمیم قلبم به همه ایرانیانی که مقیم اسرائیل هستن. امیدوارم به زودی همه با هم در ایران جشن آزادی روز رو بگیریم و این عزیزان رو در نظر داشته باشیم. با من خیلی دوستتون دارم. افتخار آشنایی باش با تعدادی از شما در جریان فعالیت سیاسی داشتن و معتقدم که شما ایرانی های خیلی خالصی هستید. وجودتون خیلی خوب در آینده ایران گرانبها باشه. خیلی سپاسگزارم که شما در مورد ایرانیان مقیم اسرائیل چنین تفکری دارین که کاملا هم درسته و من خودم یکی از ایرانیان مقیم اسرائیل هستم که اول از همه خودم رو ایرانی میدونم و بعد میگم که ایرانی یهودی و یک مقاله هم در این رابطه در یکی از مجله های جمهوری اسلامی چاپ کردم 5 سال پیش که نوشتم من یک ایرانی یهودی هستم و به ایرانی بودنم افتخار میکنم و کشور ایران رو آنچنان دوست دارم که اسرائیل رو دوست دارم. قلب من برای دو کشور ایران و اسرائیل میتپه و آرزوی من برگشتن به کشور ایران هست که اگر چنین نمیشد و اگر دولت و رژیم خوبی حاکم بود در ایران هیچ کدوم از ما قصد مهاجرت رو نمی کردیم، مهاجرت پیشه نمی کردیم، همانطور که 2500 سال در ایران موندیم و در واقع این خاک رو می پرستیم، زادگاه ما هست. و سپاس از شما خانم ویکتوریای عزیز، بسیار بسیار ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتیم و این سعادت نصیب ما شد که با شما آشنا بشیم. من بسیار از شما سپاسگزارم، بسیار خوشحال شدم از آشنایی با شما، براتون بسیار آرزوی موفقیت. سپاس از مهر شما و اوقات به کامتون، خدا نگهدارتون. و آقای دنیل دوست عزیز، همکار گرامی، شما رو سه شنبه ملاقات خواهیم کرد، مهمان عزیز دیگری رو به برنامه تاوو میارین. میدونم این روزها بسیار بسیار زحمت میکشین، واقعا خسته نباشید داره، واقعا ممنونم از این همه محبتتون و همکاری که با رسانه اسرائیل پارس تیوی دارید. بدونید که ما قدر شما رو میدونیم، شما رو دوست داریم و میخواییم که بشنویم سه شنبه مهمون برنامه کیه. فریسا عزیز، من هم تشکر میکنم از تو و همه کسانی که برای لحظه وقت گذاشتن برنامه رو دیدن. فقط باز من اینجا این نکته رو تاکید میکنم که سوالاتی که میشه، مطالبی که مطرح میشه در برنامه به هیچ وجه گویا و الزاما نظرات خود ما نیست، بلکه ما سعی میکنیم که بازتاب دهنده و منعکس کننده افکار و نظرات بینندگان و شنوندگان باشیم و بلاغه. در مورد سه شنبه یک دوست عزیزی رو داریم، یکی از یهودیان تلاشگر که ساکن امریکا هستن، آقای جورج هارونیان، که برای سه شنبه در خدمت ایشون هستیم و برنامه رو با ایشون اجرا می‌کنیم. بسیار عالی و فکر میکنم که این مهمان عزیز بسیار بسیار مورد توجه و بسیار مورد افتخار هستن برای جامعه ایرانیان یهودی مقیم اسرائیل. خوشحال میشیم که با ایشون همراه باشیم سه شنبه. و بار دیگه هم تشکر میکنم از شما آقای دنیل عزیزم به خاطر همکاری که با رسانه اسرائیل پارس تیوی دارید و به هر حال عضوی از اعضای خانواده ما هستید. تا
مرسی. سپاس از شما. با شما خداحافظی میکنم. آقای دنیل، اوقات به کامتون. بله دوستان عزیزی که در فیسبوک، در روکو و در اپلیکیشن و هر جای دیگه در یوتیوب ما رو همراهی کردید، سپاسگزارم عزیزان. امیدوارم که برنامه امروز مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. و ضمناً دوستان، ما هدفمون آگاهی رسانی هست. رسانه ما یک رسانه هست که خونساست، یعنی ما جانب هیچ کسی رو نمیگیریم. اینجا تریبون میدیم همه حرفاشون رو بزنن و نهایتا نتیجه گیری نهایی با شما عزیزانه. امیدوارم که برنامه این هفته تابو هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فردا راست ساعت 5 بعد از ظهر به وقت اسرائیل با خبرهای داغ 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 همه شما عزیزان رو به خدای یکتا می سپارم. روز و روزگارتون خوش. موسیقی بیگانه شده نقش روح و شرف میهن تبدیده من نیست، این پرچم لنگست نگیرش به دو دستت و خوک بیفکن که به جز لنگ وطن نیست، این آخشان بیانشان بچم من نیست، این آسان پیران من و خاک کوهن نیست، این آشان بیانشان بچم من